عرض درود و احترام خدمت همه همکاران عزیز، مهمانان گرامی و فعالین حقوق بشر و عزیزانی که ما رو از لایو یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده میکنند. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 25 ژوئن 2022، مصادف با 4 تیر ماه 1401. در ابتدا سخنرانان عزیز رو معرفی میکنم و موضوع سخنرانیشون رو، و اینکه در پایان هر سخنرانی عزیزان میتوانند که در بحث و تبادل نظر مشارکت داشته باشند. در ابتدا در خدمت خانم مهنوش ایمانی چگینی هستیم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1401. سرکار خانم شهلا شاهسوانی عزیز در خدمتشون هستیم با بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران بعدی در خدمتشون هستیم خانم زهرا یزدی هاشمی با موضوع جنبش میتو، و سرکار خانم آیلار اسماعیلی در خدمتشون هستیم با موضوع مشکلات زنان زندانی، و در پایان هم در خدمت خانم کیمیا قزلباش هستیم با موضوع زنان معلول و تعامل با جامعه. خب از خانم مهنوش ایمانی چگینی دعوت میشه که اولین سخنرانمون هستن، گزارش و تحلیل اخبار نقض رو ایراد بفرمایید. خانم چگینی در خدمتتون هست. با عرض ادب خدمت تمامی دوستان عزیز که در این برنامه حضور دارن، گزارش که خدمتتون اعلام میکنم گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه هستش که برگرفته از بازداشت ها، حبس و آزادی زندانیان و به اضافه خودکشی، قتل و همچنین اعدام و همچنین مسائل اجتماعی که به صورت نقض در داخل کشور صورت گرفته. این خبرهایی که خدمتون اعلام میکنم شما میتونید به صورت کلی از کمیته سایت کمیته زنان بردارید و کامل مطالعه کنید. خب ابتدا به بازداشت‌ها و حبس‌ها میپردازیم. هستی امیری، فعال دانشجویی، رقیه بیگدلی، شهروند ساکن کرج و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 98، برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 وکیل دادگستری از جمله محمود تراوتروی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری در تاریخ 18 خرداد ماه، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری در زندان اوین، صدور حکم 5 سال حبس برای نرمین احمد آبادی، شهروند بازداشت شده ی اهل بوکان، مژگان باقری، فعال صنفی فرهنگیان شهر شیراز، به طور بلاتکلیف بازداشت و محبوس شده بودند. و همچنین تداوم بازداشت رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان اعتراضات سال 88 روز سه‌شنبه 24 خرداد توسط نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل شخصیش بازداشت شدند. وی از فعالان حقوق بشر در زندان وارد نهمین روز اعتصاب قضای خودشون شدند و همچنین تهدید زندانی سیاسی مریم اکبری رو در این ماه داشتیم، اکبری منفرد، به دلیل حمایت از خیزش مردم خوزستان، و بازداشت مریم ملیحه جعفری، دانشجوی دانشگاه تهران،
از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 که روز یک شنبه 22 خرداد جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شدند و بازداشت سمین احسانی فعال حقوق کودک و شهروند بهایی روز چهارشنبه 25 خرداد با بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شدند. شهروندان بهایی هایده رام به زندان در این ماه منتقل شد. احضار 5 تن دیگر به اجرای احکام به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و دورنا اسماعیلی شهروندان بهایی با دریافت ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرایی احکام دادسرای برازجان احضار شدند. سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد اهل شهرستان پیرانشهر که بیش از 8 ماه است به صورت بلا تکلیف در زندان ارومیه در بازداشت نگه داشته می شدن روز دوشنبه 30 خرداد 1401 فرزندش به دنیا آمد. همچنین مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی تبعیدی کماکان دوران محکومیت خودشو بدون رعایت اصل تفکیک جرم در زندان سمنان سپری میکنه. مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی تبعیدی کماکان دوران محکومیت خودشو در این زندان در زندان سمنان سپری میکنه. خبرهایی که خدمتتون عرض کردم نقض اهداف سند 23 یونسکو هدف 16 هستند. ترویج جوامع صلح‌طلب و فرهنگی برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و همچنین نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد رو مورد تجاوز قرار بده و اون حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای اون شناخته شده باشه، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه رو داره. همچنین نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، احدی رو نمیتوان خودسرانه توقیف حبس یا تبعید کرد. و همچنین نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، هر کس با مساوات کامل حق داره که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی‌طرف منصفانه و علنا رسیدگی بشه. و همچنین نقض ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات هستش. این گزارشی بود از بازداشت شدگان و همچنین گزارش دیگرمون در مورد آزادی از زندان و مرخصی و بازگشت اونها به زندان هستش. سعید خضوعی شهروند بهایی پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. محبوب رضایی زندان سیاسی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند. در این ماه سه‌شنبه 10 خرداد سبا کرد افشاری فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به زندان برچک ورامین بازگشتند. سیما علیپور و داوود درخشان زوج فعال ترک آذربایجانی ساکن تبریز روز دوشنبه 16 خرداد ما با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. شلر احمدی پس از 84 روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. مقامات قضایی علی‌رغم وخامت وضعیت جسمانی و همچنین مرگ یکی از نزدیکان سهیلا حجاب با مرخصی وی مخالفت کردند. ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی محبوس در زندان اوین علی‌رغم دستور پزشک مبنی بر جراحی کمر تاکنون از رسیدگی پزشکی لازم محروم موندند. همچنین علی‌رغم تأمین وثیقه توسط خانواده تاکنون از اعزام به مرخصی که در واقع حق هر زندانی هستش به مرخصی درمانی مخالفت شده. 24 خرداد ما منیره عربشاهی فعال مدنی در پی حال نامناسبش جسمیش از زندان کچوی کرج به بیمارستان مدنی اعزام شد. این خبرهایی که خدمتتون گفتم نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستن. اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، امنیت زندگی، اصل 29 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و همچنین نقض اصل 32 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا که اینجا می‌بینیم که در واقع جمهوری اسلامی قوانین خودش رو هم نقض می‌کنه. و همچنین نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون با
ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. اما از نظر اجتماعی چه موارد نقضی در این ماه داشتیم؟ به گفته یک منبع مطلع، پلیس فتا به زنان ورزشکار هشدار داده در صورت عدم توقیف توقف تبلیغ برای رشته بدنسازی و پرورش اندام بانوان در فضای مجازی طبق قانون با اونها برخورد میشه. این منبع مطلع به نقل از یکی از ورزشکاران زن که در زمینه ایروبیک و فیتنس در قصر شیرین فعالیت داره اعلام کرد، ورزشکاران زن هیچ کدام از قوانین رو نقض نکردند و تنها فعالیت اونها در فضای مجازی تشویق زنان به ورزش بوده است. اما نمایش دستان زنان در صدا و سیما ممنوع شد. در حالی که ما در حال حاضر زنان و دختران به دلیل فقر مفرط به فروش موی سر خود روی آوردن تا از این طریق مختصر پولی به دست بیارن و برای پرداخت هزینه روزمره زندگی صرف کنن، دولت به جای تأمین معیشت خانواده ها از محل سرمایه های محدود و موجود میلیاردها تومان به مراکز مذهبی گمنام بودجه اختصاص داده تا سالی دو بار در آنها مراسم غیر ضروری برگزار بشه. در واقع ما به این شکل گام به گام در مسیر طالبانیسم حرکت میکنیم. ابلاغ بخشنامه مربوط عفاف و حجاب به نهادهای مختلف کشور پس از ادارات دولتی، تشدید فشار بر رعایت حجاب اجباری در فرودگاه‌ها، پلیس فرودگاه‌ها با بدحجابان برخورد می‌کند. خب ما حتی داشتیم که در 8 اردیبهشت به خاطر همین امر به معروف و نهی از منکر، رضا مرادخانی قهرمان بوکس و داننده مدال برنز آسیایی در حالی که با همسر و فرزند 10 ماهه خود در حال پیاده روی در پارک پردیسان تهران بود، به بهانه اونچه که بعد حجابی همسر وی و امر به معروف عنوان شده هدف تیراندازی ماموران گشت ارشاد، با 4 تیر جنگی از ناحیه پا و شکم قرار گرفتن و به شدت مجروح شدن. قبل از تیراندازی به رضا مرادخانی، ماموران گشت ارشاد به سر و صورت همسر و فرزند 10 ماهه وی حتی اسپری فلفل پاشیده بودن. اما چند روز گذشته علم الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد که به اظهارات جنجالی معروف هستش، در رابطه با حضور زنان در صدا و سیما گفت در برخی برنامه‌های صدا و سیما میتوان به جای استفاده از بانوان از گویندگان مرد استفاده کرد و لازم نیست حتما یک خانم گوینده و مجری برنامه باشه. اینکه یک زن با حجاب با یک فرد نامحرم به گوبخند داشته باشه و دل به دو قلب بگیره حرام و بی‌عفتی است. اما گروهی از مددکاران حوزه اجتماعی در نامه‌ای به زاکانی شهردار تهران درخواست کردند تا از تخلیه پناهگاه زنان کارتون خواب مرکز کاهش آسیب زنان پارک شوش جلوگیری بکنه. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت کنند شناسایی و ردیابی میشن. در واقع ما می‌بینیم تو این دور موردی که خدمتتون عرض کردم، دولت به جای اینکه در واقع بیشتر امکانات بذاره، اونا رو هم داره کسر می‌کنه. یک نماینده مجلس پس از اون که به دختران مجرد بالای 30 سال پیشنهاد کرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مردان شیعه و مسلمان علاقمند به ایران در سایر کشورها ازدواج کنند، مدعی شد رسانه‌هایی که اونها را معاند خواند حرفهای او را به قصد تخریب تخطی کردند. در واقع خود نمایندگان جمهوری اسلامی پاشون رو فراتر از حد خودشون میذارن و به بانوان ما در این حد هم توهین میکنن و حتی یک معذرت‌خواهی خوشبخالی هم نمیکنن. رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه سال 92 در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق اون فکر میکنه و تن اون میلرزه، این مسئله جمعیت هستش و طبق همین گفته رهبر هستش که در حال حاضر این مشکلات پیش اومده و هر کسی اجازه به خودش میده که به زنان و بانوان کشور ما توهین بکنه.
خبرهای فوق نقض اهداف سند 23 یونسکو، هدف 5 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران، هدف 10 کاهش نابرابری در درون و میان کشورها و همچنین نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 حق همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، نقض فاحش ماده 2 عدم تبعیض که به طور فاحش دیده میشه، هر کسی میتونه بدون هیچ گونه تمایز خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگه از تمام حقوق و کلی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند بشه. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمین باشه که شخص و اون در واقع متعلق هستش. گواه این کشور مستقل تحت قیومیت یا غیر خود مختار و یا حاکمیت اون به شکل محدودی شده باشه. و همچنین نقض ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی احدی در زندگی خصوصی، امور خصوصی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع بشه و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیره. هر کسی حق داره که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار بگیره. ماده 21 و همچنین نقض ماده 21 حق دموکراسی هستش. ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه که هر کسی حق داره برقراری نظمی رو بخواد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هایی رو که در این اعلامیه ذکر شده تامین کنه و اونها رو مورد عمل قرار بده. اما نقصایی که در داخل کشور بر اثر خودکشی، قتل و اعدام صورت گرفته در این ماه. بانو چگنی عزیز، عذرخواهی میکنم رو مایکتون اومدم، روی یه خبر دیگه اگر که محبت کنین فرصت داریم باشیم. چند دقیقه فرصت دارم؟ یک خبر اگر که ایراد کنید وقتمون تموم میشه. اوکی، خب من خودکشی و قتل‌ها رو نمیگم، بیشتر در مورد وضعیت زندان‌ها میگم که وضعیت زندان‌ها شکنجه، این متن رو کامل برای میگم. وضعیت زندان‌ها شکنجه زنان در زندان قرچک ورامین با ایجاد انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها توسط مسئولان این زندان. در این گزارش تنها گوشه کوچکی از شکنجه زنان در زندان قرچک ورامین به تصویر کشیده شده. زندانیان این زندان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، از جمله غیر قابل شرب بودن آب زندان، با وجود انواع حشرات در آن، نبودن سرویس بهداشتی و دستشویی برای ملاقات کنندگان علیرغم فاصله دور از شهر، نداشتن چراغ خانه در بندها. زندانیان حتی برای پخت تخم مرغ با نبود امکانات مواجه هستند. بازرسانی که چندی پیش از زندان بازدید کرده بودند میگفتند که مجوز احداث چراغخانه را گرفتیم و پولش رو هم دادیم، ولی هنوز اجازه ساخت نداریم و مدت هاست وعده میدهند. فروشگاه زندان فاقد مواد پروتئینی قابل پخت و تخم مرغ و حبوبات هستش. این زندان جهت درمان به سختی به بیرون از زندان منتقل میشه. بردن دارو در داخل زندان و تهیه بسیاری از داروها و هزینه ها به عهده خود زندانی و خانوادهش هستش. همکنون چند تن از زندانیان در بند 8 زنان سیاسی دچار درد عضلانی در گردن، مهره های گردن میباشن که رسیدگی نمیشه. محدودیت آب گرم حموم و محدودیت فشار آب در ملاقات های حضوری، محدودیت و بازرسی های بدنی شدید وجوده. برخلاف سایر زندان ها فاصله بین دو ملاقات حضوری 3 ماه یا بعضاً بیشتر هستش. ممنوعیت بردن خوراکی ها در ملاقات حضوری برخلاف سایر زندان ها وجود داره. همچنین مأمور ملاقات در تمام مدت ملاقات حضوری مستمر کنار ملاقات کنندگان میسته و صحبت هاشون رو گوش میده، که این خبر نقض قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران هستش. اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 32 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی. با تشکر از همه دوستان عزیز. چقدر عالی، خیلی ممنون.
سپاسگزارم بانو شگینی عزیز. اگر که دوستان در مورد این موارد نقض پیشنهاد یا نظراتی دارن خوشحال میشیم که بشنویم. خب خانم شهلا شاهسوانی عزیز در خدمتشون هستیم با بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم شاهسوانی، مایک در اختیار شما. هزاران درود دارم خدمت همه همکاران و حاضرین در جلسه. امروز در خدمتتون هستم با کنوانسیون منع مجازات و کشتار دست جمعی. این کنوانسیون در 9 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. کنوانسیونیه که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این پیمان مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. از این 19 ماده فقط 9 مادهش بیشتر اهمیت داره و از ماده 10 به بعد بیشتر مربوط به کارهای اداری میشه. این مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی قتل عام را بنابر حقوق بین المللی جنایت بزرگ شناخته که مغایرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن داره. کنوانسیون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون های بین المللیه که دولت ایران اون رو در تاریخ 17 آذر 1328 امضا کرد و در تاریخ 20 آذر 1334 بدون هیچ گونه حق شرطی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این کنوانسیون مثل دیگه مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمیره و هر دولتی مستلزم به رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی امضا کرده. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین به صورت رسمی و قانونی اونو فسخش کنه. طبق آمار سال 1996 سازمان ملل متحد 115 کشور به عضویت این کنوانسیون در اومدن و تعدادی از اونا به برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شدن. مثلا بعضی از این کشورها برای خودشون در ماده 9 در مورد درخواست تفسیر در صورت بروز اختلاف از دیوان بین المللی دادگستری یه سری شرط گذاشتن. پس با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده و با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز این مفاد ارائه شده. ماده 1، دولت های عضو تایید میکنن قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشه. توی این ماده اومده گفته نه تنها در زمان صلح نباید این قتل عام و کشتار دست جمعی صورت بگیره، در زمان جنگ هم نباید صورت بگیره و دولت ها باید تعهد کنن که مرتکبین به این کشتارهای دست جمعی رو مجازات کنن. در ماده دوم اومده کلن کشتار دست جمعی رو تعریف کرده، گفته قتل عام بدین معنی است که کشتار دست جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت بگیره اطلاق میشه. حالا گفته که کشتن اعضای یک گروه ممکنه باشه، صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه. در اینجا میبینیم که تنها مهم نیست که حالا بیان کشتار دست جمعی کنن، بلکه اگه آسیب جسمی یا روحی هم به افرادی زده بشه بازم جزء نقض این کنوانسیون به حساب میاد. قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی اون گروه به صورت کلی یا جزئی بشه، اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگه. پس کل این موارد شامل این کنوانسیون میشه. تو
ماده 3 میاد میگه که اعمال زیر قابل مجازات هست: قتل عام، توطئه برای قتل عام، تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل ها، کوشش برای انجام قتل عام و شرکت در امر قتل عام. پس می‌بینیم که فقط قتل عام هم مد نظرش نیست، هر اقدامی که توی این زمینه انجام بشه حتی اگه قتل عام صورت نگیره بازم جزء این کنوانسیون به حساب میاد. ماده چهارم میاد در مورد افرادی که باید حالا اگه این جرما رو انجام دادن حالا چه مجازاتی باید بشن. گفته که افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده مجازات خواهند شد، خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. پس میبینیم که مسئولین دولتی هم مستثنا نیستند و اونا هم اگر یه همچین کاری انجام بدن مورد مجازات قرار بگیرن. ماده پنجم میگه دولت‌های عضو ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشون تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر بشه. اونها به ویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های مؤثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شد را در قوانین خودشون تصویب می‌کنند. پس هر دولتی باید یه سری قوانین رو توی قانون اساسیش تصویب کنه که اگر بعضی از افراد، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، این کنوانسیون رو نقض کردن بتونن از نظر قانونی مجازاتشون کنن. ماده ششم میاد میگه افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده میباشن در دادگاه صلاحیت دار کشوری که جرم در آن واقع شده و مطابق قوانین آن کشور و یا به وسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضایی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشه مجازات میشن. پس میبینیم که یا در داخل کشور حتی خارج از کشور هم میتونه باشه. ماده هفتم میگه عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمیشه. دولت‌های عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمی موافقت کنند. ماده هشتم هم داریم که میگه هر یک از دولت‌های عضو میتونن از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام رو مورد بررسی قرار بدن. ماده نهم اگر اختلافی بین دولت‌های عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون به وجود بیاد و یا مسئله مربوط به مسئولیت دولتی که در این جنایات و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده به درخواست هر یک از طرفین اختلاف موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع میشه. حالا از این به بعد دیگه موادش من سریع میخونم چون بیشتر چیزای اداریه. ماده دهم میگه متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حکم واحد رو داره، همه با ارزشن. ماده یازدهم میگه کنوانسیون حاضر تا تاریخ 31 دسامبر 1949 برای امضای اعضا سازمان ملل و نیز دولت‌های غیر عضوی که وسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضا دریافت کردن هنوز مفتوحه. ماده 12 هم میگه هر دولت عضوی میتونه در هر زمان به وسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار توسعه کنوانسیون حاضر بشه. ماده 13 هم میگه در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل ابلاغی شفاهی تهیه و تنظیم میکنه و برای اعضا میفرسته. ماده 14 کنوانسیون حاضر به مدت 10 سال اعتبار داره و بعد از اونم هر 5 سال به 5 سال اعتبارش تمدید میشه. ماده 15 هم میگه اگر در نتیجه اعلان فسخ تعداد دولت‌های عضو به کنوانسیون حاضر به کمتر از 16 برسه کلن اصلا این از درجه اعتبار ساقط میشه. ماده 16 هم میگه درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر به وسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل مینویسه میسره. ماده 17 هم میگه دبیر کل سازمان ملل مراتب زیر رو جهت اطلاع همه اعضای سازمان ملل بهشون میفرسته. این هم یه سری چیز اداریه.
ماده 18 هم که گفته رونوشتش رو دبیر کل سازمان ملل به تمام اعضا میفرسته و ماده 19 هم میگه کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن اون به وسیله دبیر کل سازمان ملل به ثبت میرسه. اما این کنوانسیون یه خبر خیلی خوبه برای اون دسته از افرادی که اعضای خانوادهشون رو حالا طی هر واقعه ای در اثر حالا این کشتار دست جمعی از دست دادن و این یه خبر خوبه براشون، نوید بخشه، چون میدونن که میتونن پیگیری کنن تمامی کسانی که قربانی نقض حقوق بشر هستن با ارجاع به این کنوانسیون و مفاد اعلامیه جهانی بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی مدنی ماده های 6، 7 و 28 که همه اینا به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران هم رسیده، اگر هر گونه شکایتی داشته باشن میتونن جهت دادخواهی با تنظیم شکایت نامه و ارسال اون به کمیته حقوق بشر سازمان ملل دادخواهی کنن و پیگیری کنن. حالا من اشاره کوتاهی میکنم به چند مورد از موارد نقض این کنوانسیون در ایران. میتونیم اشاره کنیم به کشتار دست جمعی سال 1367، اعدام زندانیان عقیدت سیاسی در تابستان 1367 که یک رخداد بود، در اون به فرمان سید روح الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور 67 به گونه مخفیانه اعدام شدند و در گورهای دست جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، گرچه خب از گروه‌های چپگرا مثل فدایان خلق ایران و حزب توده و کمونیست ها و مارکسیست ها هم جزوشون بودن. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آنها را به دلایل همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق گفت و نتیجه ادامه محاکمه رو هم گفت که به دلیل حالا هم این سلاح داشتن و ترور کردن مقامات جمهوری اسلامی رو. تعداد قربانیان این واقعه حدود 4482 نفر برآورد شد. مقام بلندپایه اون موقع که مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام ها رو هیچ وقت انکار نکردند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از اون دفاع هم کردند و اون اعدام ها رو برای حفظ نظام ضروری دونستند. اما واقعیت اینه که به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام ها جان سالم به در بردن، بسیاری از بازداشت شدگان در دهه 60 جوانانی در دهه 20 زندگی بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان 67 در حال گذراندن محکومیتشون بودند و حتی بعضیاشون محکومیتشون حتی تموم شده بود. فرایند اعدام ها در بیخبری مطلق زندانیان انجام میگیره و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان میدادن که فقط چند تا سوال ازشون میشه برای اعطای عفو عمومی. ولی اگر اون جوابهایی که میدادن رضایت بخش براشون نبود، به صورت سلیقه‌ای اونها رو به اتاق میبردن برای نوشتن وصیت‌نامه. بعد دسته های شش نفری اونا رو با چشمان بسته به دار می آویختن و در نهایت اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده هاشون در گورهای دست جمعی به خاک سپرده می شدن. بیشتر خانواده ها نیز بعد از چند ماه خبردار می شدن که فرزندانشون اعدام شدن و حسین علی منتظری که اون موقع جانشین آیت الله خمینی بود به این اعتراضات به صورت کتبی اعتراض کرد. به حسین علی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت و ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت و مصطفی پور محمدی که نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین بود و طی اون نامه بهشون گفت که شما جزء جنایتکاران در تاریخ اسمتون نوشته میشه. ولی چیکار کردن؟ از جانشینی آقای خمینی ایشون رو برکنار کردن و حبس طولانی مدت خونگی داشتن.
در فروردین اردیبهشت سال 1400 هم دولت اقداماتی کرد برای از بین بردن و تخریب قبرستان خاوران که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مخالفت مجامع حقوق بشری مواجه شدند و در اردیبهشت ماه همین سال 1400 بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین المللی و 24 سازمان غیر دولتی بین المللی در نامه های سرگشاده‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد کشتار هزاران زندانی سیاسی عقیدتی در ایران در تابستان 67 شدند. همینطور در شهریور 1400 25 نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت 31مین سالگرد اعدام های 67 در نامه خطاب دبیر کل سازمان ملل بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای انجام تحقیقات در زمینه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در ایران تاکید کردند و همینطور 100 نفر از ورزشکاران ایرانی نامه نوشتند و خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل شدن. قصدم از این صحبت ها اینه که یعنی بی تفاوت نبودن نسبت به این قتل عامی که انجام شده بود، بیکار ننشستن و دیدن که وقتی نامه می نویسن، پیگیر هستن، دادخواهی می کنن، بالاخره سازمان های بین المللی پاسخگو هستن و مثمر ثمره. همینطور در سال 2016 میلادی دست کم 115 نفر سنی، 80 بهایی، 26 نفر نوکیش مسیحی، 18 درویش و 10 یارسانی به دلیل گرایش دینی یا فعالیت در زمینه دینیشون در زندان‌ها بودند در رنج و عذاب. همینطور حقوق شمار چشمگیری از زرتشتیان هم به همین ترتیب نادیده گرفته شد. میتونیم همینطور به اعتراضات آبان 98 در ایران یا آبان خونین اشاره کنیم که بازم نقض آشکار این کنوانسیون اتفاق افتاد و برخورد حکومت رو شاهد بودیم که فقط به دلیل اینکه مردم اعتراض مسالمت‌آمیز داشتن به افزایش 200% قیمت بنزین کشتار را انجام دادن. در مورد بازداشت شدگان البته خب هیچ آمار دقیقی ندادن، ولی اونطوری که سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردن بالای 8600 نفر در 22 استان بازداشت شدن و حدود 1500 تا بعضی از آمارها 7500 کشته داشتیم. البته این کشته‌ها رو ثبت شده و در مورد 6300 مرگ بدون دلیل در آبان 98 نه دلیل مرگشون کرونا بوده، نه آنفولانزای فصلی، نه تصادفات جاده‌ای و نه حوادث طبیعی. معلوم نیست اصلا این 6300 نفر به چه دلیلی از بین رفتن. در انتها موارد نقض این کنوانسیون در ایران به قدر زیاده که منتها وقت اجازه نمیده که من به همه اشاره کنم. در حکومت جمهوری اسلامی زندانیان عقیدتی و سیاسی به گونه سیستماتیک شکنجه میشن و حقوق انسانیشون مانند حقوق انسانی معلمان، استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و مدنی، کارگران، دگراندیشان و معتقدین به سایر ادیان نقض میشه. کوتاه اشاره میکنم به چند تا از اصول موارد قانون اساسی کشورمون. اصل 22 میگه که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 22 هم اشاره میکنه که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. در اصل 38 هم داریم که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. ما مشاهده می کنیم که در حال حاضر در کشور عزیزمون به کرات
هم قانون اساسی هم کنوانسیون های بین المللی که امضا شده و دولت باید خودش رو ملزم بدونه که اونها رو رعایت میکنه به کرات نقض میشه، ولی هیچ برخوردی با ناقض انجام نمیشه، چرا که اون که در رأس هرم هست نقض میکنه. امید دارم روزی برسه تمام کسانی که ناقض قوانین بین المللی در ایران بودن به صورت عادلانه محاکمه بشن و ملت ایران به اون دادخواهی خودشون برسن و به یه نتیجه برسن. با امید به اون روز من سخنرانیمون تموم میکنم و اگه سوالی هست در خدمتتون هستم. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم بانو شاهسوانی عزیز، ممنون از سخنرانی بسیار خوبتون. همطور که فرمودین و اشاره کردین به مواردی که در کنوانسیون هست برای اینکه افرادی که به هر حال مورد اینجور ظلم ها قرار گرفتن بتونن شکایتی به جایی داشته باشن، خب یه مسئله‌ای که بود تا همین چند وقت پیش دادگاه حمید نوری بود که یکی از اعضای اصلی بود در واقع در این کشتار سال 67، که خب این هم توسط خانواده ها و کسانی که قبلا در زندان های جمهوری اسلامی بودن انجام شد و واقعا خوشحال کننده بود این قضیه که به حال یک دادگاهی که تونست این کار رو انجام بده و یک از اون طرف هم یک آرامشی حداقل برای خانواده هایی ایجاد شد که عزیزانشون رو توی این مسائل از دست داده بودن. اما یه مورد کوتاه‌تری هم من بهش اشاره کنم با اجازه شما. من فکر می‌کنم که همین قضیه کرونا هم دست کمی از این کشتار دست جمعی نداشت. به هر حال حتما نباید که یه تعدادی در یه زن روز خاص یا در هفته خاص این اتفاق براشون بیفته. میدونیم که صدها تن از هموطنهای عزیزمون به خاطر دستور یک نفر که برای واکسن بود جلوگیری که از واردات واکسن کرونا، ما اون عزیزان رو از دست دادیم و بسیار خانواده ها داغدار شدن که این هم خودش شامل همون کشتار دست جمعی میشه و امیدوارم که واقعا باعث و بانیش یه روزی در یک دادگاهی صالح واقعا محاکمه بشه. خب عزیزان اگر که نظر یا پیشنهادی دارن خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارن. در غیر این صورت سخنران بعدی رو دعوت میکنیم، سرکار خانم زهرا یزدی هاشمی با موضوع جنبش میتو. خانم هاشمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، امیدوارم که صدای من داشته باشید. بله بفرم. بله، موضوع سخنرانی همینطوری که گفتید جنبش من هم یا میتو هستش که اگه اجازه بدید شروع میکنم. میتو یک جنبش و هشتک اینترنتی بود یا هست که در رسانه های اجتماعی در اکتبر 2017 گسترش پیدا کرد و بارها به اشتراک گذاشته شد. این هشتک برای نشان دادن شیوع گسترده تجاوز و آزار جنسی پنهان و سیستماتیک به ویژه در محیط کار و محکوم کردن آن مورد استفاده قرار گرفت که اولین بار برای برملا کردن آزار جنسی هاروی واینستین تهیه کننده معروف هالیوود مورد استفاده قرار گرفت و کسی نمیدانست که قرار است دامنه آن به تمام دنیا و خصوصا ایران کشیده شود. اوایل همه نسبت به جنبش من هم کمی بدبین بودند، چرا که در وهله اول یکی از افراد محبوب سینما و یا شخصیت‌های فرهنگی و هنری تاثیرگذار در زندگیمان را مورد اتهام قرار می‌داد و دوم اینکه شاهدی برای اثبات این جرم وجود نداشت. برای من که عاشق سینمای تارنتینو و خصوصا فیلم پال فیکشن بودم، بسیار سخت بود که باور کنم هاروی واینستین تهیه کننده آن فیلم و بسیاری دیگر از فیلم‌های محبوبم از جایگاهش برای تجاوز و یا تعرض به بازیگران یا عوامل فیلم استفاده کرده است.
اما بعد از اینکه در دادگاه متهمان به جرم خود اعتراف می‌کردند، پی به اهمیت این جنبش بردم و جزو طرفداران این جنبش شدم. این جنبش در ایران از تابستان سال 99 با قدرت و جنجال فراوان شروع به شکل گرفتن کرد. با توجه به اینکه در کشور مردسالار ایران همیشه ابتدا خود زنان در مسائل آزار جنسی گناهکار شناخته می‌شوند، بسیار خوش‌شانس بودیم که متهم اول این جنبش شخصیت معروفی نبود و آنقدر هم شاکی و شاهد بر علیه این متهم وجود داشت که دیگر رژیم ایران نه ریسک پنهان کردن جرم صورت گرفته را به جان خرید و نه قدرت تطهیر متهم را داشت. نام این متهم کیوان اماموردی بود است که در نهایت به فساد فلعرض محکوم شده است. او به مدت 10 سال دختران را به شیوه های مختلف به منزل خود می کشند و سپس با خوراندن نوشیدنی های الکلی و قرص خواب‌آور به قربانیانش به آنها تجاوز می کرده. معاون رئیس پلیس تهران در دیدار با مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گزارش داده که متهم در طی 10 سال به بیش از 300 دختر تجاوز کرده که حتی فیلم هایی از این تجاوزات او کشف شده که خود متهم آنها را ضبط کرده است. اما با وجود این تنها 20 خانم حاضر به شکایت از کیوان اماموردی شدند که 10 نفر آنها در خارج از ایران زندگی می کردند، که این خود نشان از سیستم قضایی ناعادلانه و زن ایران است. با وجود این که کیوان اماموردی مرتکب قبیح ترین جرم شده، اما قربانیان از ترس اینکه خود مجرم و گناهکار شناخته نشوند از شکایت خود صرف نظر کردند. از طرفی جامعه سنتی ما هم با مورد سرزنش قرار دادن قربانیان ترس آنها را دوچندان کرده و باعث سکوت آنها می شوند. همین موضوع باعث جسورتر شدن مجرم و تکرار بی‌محابای جرم شنیعش می شود. برای اینکه به اهمیت جنبش من هم در ایران پی ببریم، کافی است نگاهی به سرگذشت زهرا نویدپور بیاندازیم. او که توسط سلمان خدادادی نماینده مجلس مورد تجاوز قرار گرفته بود، بارها تلاش کرد که تا از این نماینده مجلس شکایت کند، اما با توجه به لابی هایی که این نماینده مجلس داشت، هیچ نهاد حقوقی و حتی هیچ رسانه‌ای حاضر به شنیدن حرفایش نشد، تا اینکه در سال 97 تصاویرش به همراه فایل های صوتیش در تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد و از آنجا توانست صدای دادخواهیش را به گوش ایرانیان برساند. در نهایت پس از تهدیدهای مکرر سلمان خدادادی، در کمتر از 2 ماه جسد بیجان او در منزل مادرش پیدا شد. دادستان پرونده 2 روز بعد بیانیه داد و اعلام کرد که علت مرگ او در ظاهر خودکشی بوده است. طبق معمول. سلمان خدادادی تنها 1 دوره نمایندگی مجلس و 1 هفته بازداشت را برای این پرونده تحمل کرد و نهایتاً پرونده بی نتیجه مختومه شد. یقیناً اگر جنبش من هم در آن زمان پا گرفته بود، زهرا نویدپور زنده بود. برای نمونه می توان به پرونده تجاوز شهرام گیلابادی اشاره کرد. او که یکی از مدیران شهرداری در دوره قالیباف بوده، توسط چند زن متهم به تجاوز جنسی شده است. یکی از این زنان خود خبرنگار بوده که دست به دامان جنبش من هم شده و در آنجا شکایتش را مطرح کرده است. او میگوید شهرام گیلابادی به بهانه گزارش گرفتن از کارتون خواب‌ها و شبگردها او را شبانه به دفتر کارش احضار کرده و سپس در دفتر کارش به این خبرنگار تجاوز می‌کند. اگر بخواهیم ساختار اجتماعی و حقوقی ایران را مورد پژوهش قرار دهیم، خواهیم دید که در واقع هیچ کشوری به اندازه ایران نیازمند جنبش من هم نبوده است. همواره باور سنتی مردم ایران بر این بوده که در هر تجاوزی زن گناهکار است، گاه برای نوع پوشش، گاه برای حضورش در صحنه جرم،
گاه برای انتخاب شغلش و دلایل بیهوده دیگر. در صورتی که زنان هم بخشی از این جامعه هستند و باید امنیت آنها به شکلی تامین شود که کسی جرأت فکر کردن به تجاوز را هم به خود ندهد. لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری، در موفق شدن جنبش من هم ابراز تردید می کند. او نظام قضایی ایران را بزرگترین مانع می داند. از این رو که فاقد زیرساخت های لازم برای رسیدگی به چالش چند وجهی سوء استفاده جنسی است. در قانون مجازات اسلامی ایران، تجاوز جنسی و تعرض جنسی زیرساخت های تعریف دقیق حقوقی ندارند و اکثر جرایم جنسی از زنا نشأت می گیرند. در واقع جرمی با عنوان تجاوز جنسی به رسمیت شناخته نشده و آنچه هست زنای به عنف هستش. مرز بین زنا که در آن طرفین رابطه مجرم شناخته می شوند با زنای به عنف که در آن فقط زانی مجرم شناخته می شود باریک است و اگر نتوان عامل زور را اثبات کرد، قربانی خود به مجرم تبدیل می شود. زنا و زنای به عنف هر دو از دو نوع رابطه نامشروع هستند و به یک شکل اثبات می شوند، ولی اثباتشان دشوار است و اتهام ثابت نشده زنا خود جرم محسوب می شود که مجازاتش 80 ضربه شلاق است. علی کرمی همپوشانی های این دو را از جمله دلایل عدم مراجعه قربانیان به مراجع قضایی می داند، زیرا قربانیانی که به قانون متوسل می شوند به طور بالقوه خود را در معرض متهم شدن قرار می دهند. علاوه بر این، قانون در زمینه تجاوز به همسر و تعرض جنسی بدون آمیزش جنسی نیز نقص دارد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. در نتیجه دادستان و بازپرس عموماً از تحقیق و تجسس درباره جرائم منافی عفت منع می شود. عدم تحقیقات مقدماتی در دادسرا باعث می شود شواهد و مدارک پرونده کافی نباشد و متهم راحت تر تبرئه شود. به پرونده های زنا در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود که متشکل از 3 قاضی مرد است. بسیاری از قربانیان زن به دلیل شرم از ذکر جزئیات ماجرا خودداری می کنند. به نوشته علی کرمی، در دادسرا و دادگاه روی امنیت و حریم خصوصی قربانیان به قدر کافی حساس نیستند که این موضوع کار قربانیان را برای شرح روایتشون دشوارتر می کند. در نهایت اینکه مجازات زنای به عنف در ایران سنگسار، اعدام یا شلاق است که باعث شده برخی از قربانیان مایل به پیگیری پرونده هایشان در مراجع قضایی نباشند، چون با این مجازات شدیداً مخالفند. از آن سو به گفته شیرین عبادی، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر، یکی از راه‌های اثبات جرم در قوانین ایران علم قاضی بر پایه مستندات پرونده است و اگر چندین نفر که با یکدیگر سابقه دوستی یا آشنایی ندارند و حرفشان قابل اعتماد به نظر می آید و شائبه تبانی یا دروغگویی در میان نیست، از متجاوز شکایت کنند، قاضی می تواند با اتکا به علم خود حکم صادر کند. جز قوانین، انگشت اتهام به سوی جامعه نیز اشاره رفته است. اغلب روایت ها به بیش از یک دهه پیش برمی گردد که حاکی از عدم حمایت از قربانیان است. جامعه، روشنفکران و حتی خانواده ها نیز به دلیل سرزنش قربانی، عادی سازی و مخفی کردن آزارهای جنسی نایستیدن در برابر مناسبات قدرت و زن ستیزی به طور کلی ایجاد فضای امن برای آزارگران همدست آنان دانسته شدند. ضعف جامعه مدنی در ایران و نبود یک گروه حقوقی تخصصی ویژه که درباره قربانیان تجاوز فعالیت کند از عوامل نرسیدن صدای قربانیان دانسته شده است.
محبوبه عباس‌قلی زاده، محقق و فعال حقوق زنان، شروع شدن جنبش از اینترنت در عوض جوامع محلی، دشواری راستی آزمایی روایت های مطرح شده در شبکه های اجتماعی و هیجان زده و پرهیاهو بودن آن را از جمله چالش های جنبش منهم ایران برشمرد و از آن طرف توجه جنبش به سیستم به جای پرداختن به اشخاص، یافتن روش هایی برای راستی آزمایی روایت ها و تمرکز روی آموزش روایتگری و همدردی با آزاردیده و حتی عدالت ترمیمی برای آزارگر را از دستاوردهایش دانست. او محدود ماندن جنبش به جامعه روشنفکری، عصبانی بودن آن، بی تجربگی در ارتباط با مراکز توانمندسازی و نداشتن تجربه کلینیکی را از نقدهای وارد به جنبش دانست. فراگیر نبودن جنبش از مکررترین انتقادهای وارد به آن بود. به گفته مهسا محب‌علی، روان‌نویس، فقیرترین زنان که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند، حتی از نفس سوء استفاده ها آگاه نیستند یا اگر آگاهند، مترسک اخراج کافی است تا آنها را از ترس بیکار و وابسته شدن به سکوت وادارد. در غیر این صورت افشاگری ها عمدتاً به محافل فرهنگی و هنری محدود نمی ماند و مدیران دولتی و شرکت ها نیز درگیر هستند. او معتقد است حکومت ایران از این جنبش برای بی‌آبرو کردن محفل های فرهنگی و هنری بهره برداری کرده است. کافی است به آخرین رویدادی که در سینمای ایران رخ داد توجه کنیم. سعید پورصمیمی پس از سالها تلاش در عرصه بازیگری در سن 79 سالگی پایش به جشنواره کن باز می شود و ناگهان کتایون ریاهی در جنبش منهم مدعی می شود که سالها پیش توسط او مورد تعرض جنسی قرار گرفته. گویا تا به حال هیچ تریبونی در اختیار این بازیگر نبوده است تا طرح شکایت کند. دلیل شکایت خانم ریاهی هرچه که باشد، تنها رژیم ایران از این شکایت سود برد که به دنبال بدنام کردن و فاسد جلوه دادن این فیلم و عواملش بوده است. پس از اظهارات خانم ریاهی، تعدادی از بازیگران به نام ایران که با امضا کردن این تومار خواستار امنیت جنسی زنان در سینما بودند، امضاهایشان را پس گرفتند، چرا که ادعای خانم ریاهی را انتقام جویی تلقی کردند. هنگام قاضیانی، پانتا بهرام و مستانه مهاجر چند تن از این زنان بودند. پانتا بهرام در توضیح واکنشش میگوید: من احساس میکنم جنبشی که داریم در حال بدل شدن به ضد خودش است. افشین پرورش، عکاس ایرانی و چند هنرمند مرد دیگر از همان حربه قدیمی جمهوری اسلامی استفاده کردند و با بی‌آبرو کردن بازیگران زن و گناهکار شناختن آنها سعی کردند که آنها را به سکوت وادارند و کلن جنبش را بی سرانجام و پوچ نمایان کنند. آنها با انتشار نام بازیگرانی که مدعی شده بودند مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفتند، آنها را فرصت طلب و نالایق دانستند و مدعی شدند که این بازیگران اگر در همان ابتدا به متجاوز نگفته بودند، حالا دیگر بازیگر نبودند و به جای آنها افراد لایق‌تری هنرپیشه سینما می شدند. جدا از صحت و عدم صحت این ادعا، این بیانیات به نوعی همدستی با متجاوز است. سالهاست که به خاطر وجود چنین قضاوت‌های مرد سالارانه‌ای، زنان از شکایت و یا گرفتن حقوق خود صرف نظر کردند. از آن گذشته نه فقط در سینما، بلکه در دیگر محیط‌های شغلی هم میتوان چنین توجیهاتی را جفت و جور کرد. شاید جای تمام زنانی که به آنها در محیط کاری تجاوز شده، زنان لایق تری می توانند سر کار بیایند. اما مدیران متجاوز چه می شوند؟ با آنها چه باید کرد؟ ساده لوحانه است که فکر کنیم آنها دست از تجاوز بر می داشتند.
وقتی قانون علاقه به بازخواست و تنبیه مدیران متجاوز نداشته باشد، برای آنها فرقی نمی کند که چه نوع زنی با چه نوع پوششی زیر دست آنها کار می کند. آنها حکومت را پشتیبان تجاوز خود می بینند و بی محابا دست به تجاوز می زنند. آنها کار و ارتقای شغلی و درآمد زنان را به گروگان گرفتند. در واقع نمی توان این گروگانگیری را نادیده گرفت و برویم سراغ زنانی که به هر دلیلی تن به خواسته گروگانگیر دادند و با سرکوب و سرزنش آنها سعی به درمان این معضل در جامعه کنیم. انحراف جنبش من هم از مسیر اصلیش و دزدیده شدن توسط سلبریتی ها از جمله نقد هایی است که به جنبش من هم ایرانی همانند نسخه جهانیش وارد شده است. سیما راستین روزنامه نگار افشاگری های سلبریتی ها علیه یکدیگر را چرخه از رذالت ها می بیند که باعث می شود جنبش من هم به جای پرداختن به مباحث اجتماعی و شبکه سازی و تمرکز روی قشرهای پایین و ناآگاه اجتماع بر مدار افشاگری، انتقامجویی، تحقیر و فردگرایی بچرخد و منحرف شود. راستین به نقد از جنبش جهانی من هم اشاره می کند که در سال 2017 گفته بود این جنبش ربط و پیوندی با مشکلات مؤدبانه حرف زدن واقعی اجتماعی نظیر فقر، استثمار روزانه و از این قبیل ندارد. این برای من به طور عمومی مسئله است، مانند نزاکت سیاسی مربوط است به شیوه مؤدبانه حرف زدن و خوب رفتار کردن و از این قبیل. راستین با تفاوت قائل شدن بین سلبریتی هایی که آگاهی و عملیات دارند و بلدن نه بگویند، با آزاردیدگانی که به قشرهای محروم و ناآگاه تعلق دارند و امکان نه گفتن برای آنها فراهم نیست، همچون دخترک 13 ساله‌ای که قربانی خشونت ناپدری الکلیش است، جنبش من همه ایرانی را از جنس اعتراض به بی‌نزاکتی می‌داند. ممنون که به من گوش دادین. مایک را رها می‌کنم. سپاسگزارم بانو یزده هاشمی، خسته نباشید میگم و ممنون از سخنرانی خوبتون. خب دوستان، اگر که در مورد این سخنرانی نقطه نظری دارن، خوشحال میشم که با به اشتراک بذارم. یه چیزی هم حالا تا اگر دوستان تمایل داشته باشن به اشتراک بذارن بگم خدمت دوستان عزیز، که حالا ما مشکل داریم تو کشورمون با قضیه تجاوز، اما جالب بود برای من که یه خبری خوندم چند روز پیش که اسپانیا متلک انداختن به زنان و در خیابان رو ممنوع کرد و جرم دونست. حالا جالب این که بخشی از این قانون با تمرکز بر بهبود در واقع حقوق زنانه که حالا متلک انداختن به اونا تو خیابون رو ممنوع کرده، و یه بحث مهمتر این که در واقع تجاوز هم توی این کشور اصلاح شده و در واقع گفته شده که هر گونه دخول غیر توافقی بدون در نظر گرفتن اینکه آیا خشونت یا ارعابی صورت گرفته باشه تجاوز حساب میشه. حالا ما تو کشورمون باید هزار تا شاهد بیارن ثابت کنن که مثلا یه همچین اتفاقی افتاده، بعد در آخر هم بهش یه انگی میچسبونن که اون طرف اصلا پشیمون میکنن از اینکه خواسته تظلم خواهی کنه. در واقع خانم محبودی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود خدمت همه دوستان، خوشحالم که در جمع شما هستم. ببینید، من داشتم گوش میدادم به سخنرانی، اینجایی که به کتایون ریاهی رسید و داشتن میخوندن، برای یا من اشتباه متوجه شدم که سخنران نقد داشتن به کار کتایون ریاهی یا داشتن فقط گزارش میدادن که کار درستی نکرده که اومده این تجاوز اعلام کرده. این بر من شبهه پیش اومد، حالا بعدش میتونیم بحث رو باز کنیم که اصلا چرا همچین برخوردهایی میشه. بله خانم یزدی هاشمی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، من نه هیچ نقدی ندارم نسبت به این قضیه، و اینکه به نظر من هر کسی که این اتفاق براش افتاده، حالا به هر دلیلی، هر زمانی که مناسب بدونه و اون تریبون دستش بیاد، باید اعلام کنه که این اتفاق براش اومده. و من واقعا در جایگاهی نیستم که بخوام این قضیه رو راستی آزمایی کنم یا حالا هر چیز دیگه ای. امیدوارم که واقعا این اتفاق برای هیچ خانمی نیفته. دقیقا من با صحبت شما موافق هستم، به خاطر اینکه الان چون در ادامه صحبت ها داشتید میگفتید باعث شد که مثلا اون فیلم درست دیده نشه یا زمانی که انتخاب کرده برای اینکه بخواد از این تجاوز صحبت کنه، این یه نکته که من فکر میکنم زنان ایران هر زمانی که تصمیم بگیرن بخوان بیان در مورد این مسئله صحبت کنن، ما باید تحسینشون کنیم، تشویقشون کنیم و امتداد صدای اونها باشیم. این اولین نکته. و دومین نکته‌ای که ما توی جامعهمون باهاش مواجه هستیم این هستش که هر مسئله‌ای که مربوط به زنان هست، هر وقت توی ایران میان اونو بی‌ارزشش میکنن. یعنی ما میایم در مورد حجاب اجباری صحبت میکنیم، میگیم حالا حجاب اجباری که مسئله زنان نیست که انقدر شما همش دارید میگید اوکی حالا اصلا حجاب اجباری رو هم بردارید. میایم توی جنبش میتو میگم خب چرا اون موقع نیومدی بگی، چرا الان داری میگی، و هر بار هر کاری که داریم انجام میدیم انگهایی رو به این حرکت ها میزنن و ما به عنوان افرادی که فعال حقوق بشر هستیم، فعال حقوق زنان هستیم، به نظرم باید صدایی بلندتر از اون صداها داشته باشیم. و خیلی وقتها میبینیم که این زنان خودشون بر علیه زنان هستن، همین توی قضیه کتایون ریایی میبینیم که چند نفر از بازیگرها میان و انتقاد میکنن که شما زمان مناسبی رو انتخاب نکردی، اصلا شاید دروغ بگی. و خب این مسائل رو توی کشورمون داریم که مسئولیت اجتماعی ماها رو یک کمی بیشتر میکنه و یک ذره باید دقیق‌منتر نگاه کنیم به این قضیه و تلاش بیشتری بکنیم. ممنونم ازتون، موضوع بسیار جالبی بود و خوشحالم که توی جمعتون هستم. ممنون خانم معبودی عزیز و سپاس از مشارکتتون. خب عزیزان، سخنران بعدی در خدمتشون هستیم، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع مشکلات زنان زندانی. خانم اسماعیلی، مایک در با عرض سلام خدمت تمامی همراهان گرامی. وضعیت بند زنان در زندان‌های ایران بسیار وخامت‌بار است. مسئولین زندان‌ها با تبعید و محروم کردن زندانیان از کمترین امکانات تلاش می‌کنند شرایط غیرانسانی زندان را برای زندانیان بدتر کنند. وضعیت بهداشتی زندان‌ها به طور خاص با وجود کووید 19 بسیار وخیم‌تر از گذشته شده است. ویروس در اکثر زندان‌ها وجود دارد. مسئولین زندان از انجام کمترین اقدامی برای فراهم کردن امکانات بهداشتی و مراقبتی برای زندانیان و از دادن مرخصی و یا آزادی‌های موقت نیز خودداری کردند. تراکم زندانیان در زندان‌ها مانع از اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی است و امکان سرایت بیماری را افزایش می‌دهد. و در اکثر زندان‌ها اساساً هیچ گونه جداسازی بین افراد مبتلا و سایر زندانیان انجام نمی‌شود. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که نسخه‌هایی از 4 نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. اما وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکل فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی هستند. در حقیقت این شرایط برای مسئولین فرصتی را ایجاد کرده تا در میان اخبار روزانه تلفات این ویروس در کل جهان بتوانند بدون حساس کردن افکار عمومی و به جان خریدن محکومیت‌های بین‌المللی از این طریق برای حذف فیزیکی مخالفان مقاوم خود و یا شکنجه آنها از این طریق محرومیت از درمان تلاش کنند. مشکلات زنان زندانی با جرایم مختلف از جمله جرایم غیرعمد و یا زندانیان سیاسی و یا محکومین به جرایم عمد به قدری زیاد هستند که متاثر کننده. در ادامه به مشکلات زنان زندانی در زندان‌های مختلف ایران اشاره خواهم کرد.
رئیس سازمان‌های زندان‌های ایران با تشکیک درباره گزارش‌های منتشره درباره آزار و شکنجه زنان در زندان مرکزی بوشهر گفته است ادعاهای عجیب مطرح شده است. اما یک زندانی دیگر در یادداشت کوتاهی نوشته که در این زندان تحت شکنجه است و از طرف مسئولان زندان پیشنهاد صیغه موقت با مردان مسئول بند مالی زندان دریافت کرده است. محبوبه رضایی زندانی سیاسی که دوران حبس 2.5 سال خود را در زندان بوشهر می‌گذراند در نوشته خود که روز 20 شهریور در اینستاگرام شبکه توانا منتشر شده با تایید روایت‌های سپیده ولیان دیگر فعال مدنی که در زندان بوشهر بوده نوشته است بارها تمام موارد ارعاب، شکنجه، تهدید، تعرض و تجاوز به مسئولین اطلاع داده شد ولی هرگز پیگیری نکردند. سپیده قلیان در گزارش خود از زندان مرکزی بوشهر به عنوان جایی که نزدیک آخر دنیاست نام برد و نوشت که در این زندان موضوعاتی از جمله صیغه موقت برخی زنان نیازمند از سوی زندانی های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند اجباری بودن حجاب جز در تخت خواب مطرح بوده و موارد متعددی از شکنجه زندانیان رخ داده است. محبوبه رضایی با تایید روایت سپیده قلیان نوشته است که سپیده قلیان را در جلوی چشمانش تهدید به قتل و تجاوز می‌کردند و مسئولان زندان تلاش و برنامه‌ریزی می‌کردند که از خانم قلیان اعتراف اجباری بگیرند. زندان قرچک ورامین یا ندامتگاه شهر ری واقع در بیابان‌های جنوب شرقی تهران یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایران به شمار می‌رود. زندانی که به نگهداری از زندانیان زن با جرایم عمومی اختصاص یافته است اما زندانیان سیاسی زن نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در آن نگهداری می‌شوند. بدنامی زندان قرچک نه تنها به دلیل فقدان امکانات رفاهی، پزشکی و استانداردهای لازم جهت نگهداری زندانیان است، بلکه شرایط این زندان برخورد مسئولان و کارکنان آن با زندانیانی که در آنجا دوران حبس خود را می‌گذرانند، مجموعه‌ای گسترده از نقض حقوق و قوانین را رقم می‌زند. به صورت پیوسته گزارش‌هایی از شرایط ناگوار و دشوار زندان قرچک ورامین منتشر می‌شود. زندان زنان قرچک ورامین تنها محدود به حضور زنان نیست، بلکه تعدادی کودک نیز همراه با مادران زندانی خود در این زندان زندگی می‌کنند. کودکانی که تحمل شرایط سخت ناگوار زندان برای آنها مضاعف است و گاه تا مدت‌ها به دلیل قطع ارتباط سالم با دنیای بیرون هیچ مردی را ندیدند و با دیدن مردان وحشت می‌کنند. زندان قرچک بیش از تبدیل به زندان مخصوص زنان مهداری بود، سپس به مرکز ترک اعتیاد مردان تبدیل شد و در حال حاضر بر اساس اعلام رسمی مقام‌های دولتی ظرفیت نگهداری از 1200 تن زندانی را دارد. شرایط زندان قرچک برامون بر اساس گزارش‌هایی که در سال‌های اخیر از این زندان منتشر شده و روایت زندانیانی که در این زندان به سر برده‌اند بسیار غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل است. مواد مخدر، ضرب و شتم، بندهای غیر استاندارد و بدون امکانات، تجاوز و آزار جنسی، عدم دسترسی زندانیان به آب گرم، ازدحام بیش از اندازه زنان زندانی در بندهای زندان، جیره غذایی نامناسب و گرانی بیش از حد اجناس فروشگاه تنها بخشی از مشکلات زنان زندانی در زندان قرچک ورامین است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از زندان قرچک مبنی بر شیوع بیماری سل و سرازیر کردن فاضلاب در بند زنان منتشر شد. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده دو فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین با نوشتن نامه‌ای نسبت به این شرایط اعتراض کردند و محرومیت سیستماتیک و فرسایشی زنان زندانی در زندان قرچک از سه عنصر حیاتی آب، هوا و غذای سالم و بی‌توجهی مسئولان زندان، سازمان زندان‌های کشور و مقامات قضایی از این زندان به عنوان شکنجهگاه زندانیان زن نام بردند. تجاوز ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان یا دلایل دیگر صورت پذیرفته باشد. اما با توجه به اینکه تجاوز جنسی آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد می شود، از این رو تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد حاضر شدند که داستان خود را بازگو کنند. در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شده است. در زمان اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 اشخاصی همچون حسین علی منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر بود طی نامه‌ای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض می‌کنند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که در این خصوص در بازداشتگاه کهریزک حبس شدند از تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان سخن گفتند.
و گزارش هایی از شکنجه کردن زندانیان وجود دارد. حکومت ایران در موارد پراکنده دیگری همچون پرونده زهرا کاظمی به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان متهم شده است. در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بیش از 150 زندانی بدون رعایت دست تفکیک جرایم نگهداری می شوند. این زندانیان با اتهاماتی نظیر قتل، سرقت مسلحانه و اتهامات مرتبط با مواد مخدر نگهداری می شوند. این بند شامل 5 اتاق، تعدادی سلول انفرادی و یک قرنطینه است. تعداد تخت‌های هر اتاق بر اساس جمعیت نیست و تعداد زیادی از زنان مجبورند کف اتاق بخوابند. این بند تنها 4 سرویس بهداشتی و حمام دارد. زندانیان مجبور هستند لباس‌ها و ظروف خود را نیز در سرویس‌های بهداشتی بشویند. تعدادی از زندانیان به دلیل محدودیت از فضای بین تخت‌ها به عنوان سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند. این مسئله باعث افزایش آلودگی و بوی تعفن در بند شده است. بوی فاضلاب، شدت گازهای ناشی از آن و نبود تهویه علی‌رغم تراکم بالای جمعیت زندگی را برای زنان زندانی بسیار سخت کرده است. آنها در این فضا دچار ناراحتی‌های تنفسی می‌شوند. به دلیل بهداشت پایین، هجوم جانوران موذی از جمله موش، معمولک و مار در این زندان افزایش یافته و موضوعی است که امنیت و سلامت جسمانی و روانی زندانیان را به خطر انداخته است. همچنین وجود موش‌های بزرگ صحرایی در بند زندانیان را آسیب کرده است. کودک مجرمان در همان محلی نگهداری می‌شوند که زندانیان متهم به جرایم خشن نیز محبوسند. عدم فعالیت شبانه‌روزی و نبود پزشک عمومی در بهداری زندان یکی دیگر از مشکلات زنان محبوس در بند کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه است. تنها یک ماما در بهداری بند وجود دارد. پس از بسته شدن بهداری زندان، اگر یک زندانی در هر ساعتی از شبانه روز از بابت هر گونه درد و بیماری نیازمند مراقبت پزشکی باشد، باید تا زمان باز شدن مجدد بهداری منتظر بماند. یکی از زنان زندانی به دلیل عدم توجه به وضعیت سلامتی زندانیان جان خود را از دست داد. یکی دیگر از مشکلات زندانیان غیر استاندارد بودن کیفیت آب آشامیدنی و غذای زندان است. وعده‌های غذایی به طور مرتب بین زندانیان توزیع نمی‌شود. جیره غذایی گاهی کاهش چشمگیری داشته است. زندانیان اغلب گرسنه نمی‌مانند. گوشت قرمز و گوشت مرغ در برنامه غذایی زندانیان بسیار کم شده است. تنها 2 عدد مرغ را برای 50 الی 60 نفر در نظر می‌گیرند. برنج نیمه پخت می شود و به همراه چند قطعه سیب زمینی به زندانیان داده می شود. خیلی اوقات در غذای زنان زندانی شن و گاهی پر کبوتر دیده می شود. سازمان زندانها دلیل کم شدن میزان جیره غذایی را بودجه ناکافی اعلام کرده است. رئیس بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه زنی به نام فروغ امیری است. وی از جمله مسئولان زندان است که زنان زندانی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. شماری از زندانیان از رفتارهای خشن و برخوردهای نامناسب ماموران زندان به ویژه افسر نگهبان سریا سیف و افسر نگهبان هاجر کرانی شکایت کردند. همچنین به گفته زندانیان اگر یک زندانی نسبت به شرایط اسفناک زندان دست به اعتراض بزند با پرونده سازی از سوی لیلا حسنی فر مسئول بازرسی زندان زنان استان کرمانشاه روبرو خواهد شد. یلدا تیراندازی نیز مسئول بخش فرهنگی تفتیش عقاید زندان است. مقامات زندان تبریز دلیل خودزنی یک زندانی 28 ساله را مشکلات خانوادگی جلوه دادند. دلیل اصلی اقدام به خودکشی این زن بیگاری و فشارهای زندانبانان بر زنان زندانی در هوای سرد بود. روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 معصومه بهرامی یکی از زنان محبوس در زندان تبریز با اتهام مواد مخدر و زدن رگ دستش دست به خودکشی زد و به بهداری زندان منتقل شد. مقامات زندان تبریز در سرمای شدید شهر تبریز زنان زندانی را مجبور کردند تا پتوها و موکت‌های بند را جمع‌آوری کرده و در حیاط بشویند. همچنین این زنان رنجور را وادار کردند که تخت‌های زندان را به حیاط زندان برده و رنگ زده و به بند برگردانند. بیگاری کشیدن از این زنان توسط مقامات زندان تبریز در حالی صورت گرفت که دمای هوا در این شهر در روز 1 درجه زیر صفر و شبها به 4 درجه زیر صفر می‌رسد. بسیاری از این زنان در این ایام از سرما به شدت بیمار شدند. معصومه بهرامی با جسم نحیف خود یکی از این زنان در شرایط کار طاقت فرسا بود. او طی چند روزی که مجبور به بیگاری بود از شدت فشار کار و امر و نهی زندانبانان به سطوح آمد و اقدام به خودزنی کرد. پس از این واقعه فضای زندانیان به شدت متشنج شد. مسئولان زندان این زن را تحت فشار گذاشتند تا اعلام کنند علت خودزنی وی مشکلات خانوادگی بوده است. زنان زندانی در بند زنان زندان تبریز از حداقل حقوق و امکانات محروم هستند.
غذای زندان بسیار بد و اجناس فروشگاه بسیار گران و با کیفیت پایین است. به این زنان اجازه داشتن آشپزخانه و شعله داده نمی شود. آنها روزانه فقط 5 دقیقه امکان تماس تلفنی دارند. در مقابل در این زندان فعالیت‌های تبلیغی به نفع جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود. یکی از این اقدامات نصب عکس‌های قاسم سلیمانی و گرفتن عکس زندانیان با این عکس بود. مقامات زندان تبریز به هر زندانی که وارد این نمایش‌های تبلیغی شود زمان تلفن جایزه می‌دهند. زندان سپیدار اهواز سال 1388 تأسیس شده است. محوطه زندان 700 متر مربع است. اصل تفکیک جرایم در زندان زنان رعایت نمی‌شود و زندانیان سیاسی زن در کنار سایر زنان زندانی متهم به جرایمی همچون قتل، مواد مخدر و سرقت نگهداری می‌شوند. زنان زندانی در بند زنان زندان سپیدار اهواز فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند. آنها در محیطی بسته بدون امکانات ضروری در هوای گرم و آلوده محبوس هستند. بسیاری از این زنان بیماری‌هایی دارند که نیازمند رسیدگی‌های پزشکی و درمانی است، اما از حداقل‌های دارویی نیز محروم هستند. حداقل یک زن در اثر عدم رسیدگی پزشکی در بین این زنان فوت کرده است. میزان گوشت در غذای زندانیان بسیار کم است، به طوری که گوشت داخل غذا اصلا قابل توزیع و تقسیم میان زندانیان نیست. وضعیت بهداشتی در بند زنان در زندان سپیدار اسفناک است. زنان زندانی از داشتن آب گرم برای استحمام محروم هستند. آب گرم کن‌ها همیشه خراب هستند و تعمیر هم نمی‌شود. با توجه به گسترش ویروس کرونا در این زندان زنان در بندهایی پر از ازدحام نگهداری می‌شوند. پس از شیوع کرونا حداقل 5 زن زندانی به این بیماری مبتلا شدند. زندانیان مبتلا تنها مدت کوتاهی در بند قرنطینه نگهداری شده و سپس به بند عمومی برگردانده شدند. هیچ پزشکی برای رسیدگی به این بیماران وجود ندارد و هیچ رسیدگی پزشکی به آنها نمی شود. مقامات زندان حتی داروهایی که خانواده زندانیان برای آنها می آورند را تحویل نمی دهند. اتاقی که زنان مبتلا به کرونا در آن قرنطینه شدند تنها با چند میله از بندهای دیگر جدا شده است. در فصل تابستان و درجه حرارت بالای شهر اهواز که به بالای 50 درجه می رسد، سیستم تهویه هوا در بند زندان زنان خراب است. زندانیان حتی از داشتن پنکه نیز محروم هستند. قطع شدن مستمر آب نیز به این مشکلات می‌افزاید. به گزارش یکی از زندانیان آزاد شده از این بند، فاضلاب و سرویس‌های بهداشتی دارای مشکل است. سلول‌ها پر از چپش و حشرات و سوسک است. در بسیاری از روزهای هفته مرکز بهداشت زنان هیچ پزشک و پرستاری ندارد. تلاش برای خودکشی در بین زنان زندانی به شدت رو به افزایش است. زیرا زنان زندانی پس از خودکشی امیدوارند که به مراکز درمانی منتقل شوند تا بتوانند برای چند روز در شرایط بهتری سپری کنند و یا در نهایت بمیرند. بنا به گزارشات از بند زنان زندان سپیدار، یک ظاهراً پزشک به نام خانم حیدری هیچ توجهی به وضعیت زندانیان بیمار ندارد و از دادن دارو به آنان امتناع می‌کند. وی همچنین مانع اعزام زنان بیمار به بیمارستان‌های خارج از زندان می‌شود و آنها را تحت عنوان اینکه تو امنیتی هستی و نمی‌توانی از زندان بیرون بروی و باید همینجا بمانی، از رسیدگی‌های پزشکی ضروری محروم نگاه داشته است. دوشنبه 23 آذر ماه 99 یک زندانی سیاسی به نام مکی نیسی در حالی که از درد فریاد می‌کشید به بند قرنطینه منتقل شد. وی با صدای بلند درخواست می‌کرد که به بیمارستان بیرون از زندان منتقل شود، اما مسئولین و نگهبانان زندان بدون توجه به او و بدون هیچ گونه رسیدگی رهایش کردند. در نتیجه صبح روز سه‌شنبه 25 آذر 99 پیکر بیژن مکی نیسی در بند قرنطینه پیدا شد. مکی نیسی 35 ساله مترحل و دارای 3 فرزند. وی در شمار صدها زن عرب اهوازی بود که در جریان موج بازداشت‌های خودسرانه پس از حمله به رژیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز در شهریور ماه 97 دستگیر شده بود. زندان مرکزی شیراز معروف به زندان عادل‌آباد. همچنان آمار قابل توجهی از مبتلایان به کرونا در این زندان وجود دارد. اما مقامات زندانی به جای آزاد کردن زندانیان آنها را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهند تا باعث مرگ تدریجی زندانیان شوند. یکی از این فشارهای روحی و جسمی تحویل ندادن داروهای خاص به بیماران است که باید داروهای ویژه و حیاتی مصرف کنند. مسئولین زندان هم پس از اعتراض و مراجعه زندانیان برای گرفتن داروهایشان وعده و وعیدهای توخالی می‌دهند و آنها را سر می‌دوانند. نرسیدن دارو به شماری از زندانیان مشکلات و تهدیدات جانی را ایجاد می‌کند.
همچنین دستگاه‌های پارازیت انداز داخل اتاق‌های بند سلامت جسمی و روانی زندانیان را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. آنها از سردرد و حالت تهوع مستمر رنج می‌برند. ادامه این کار باعث ایجاد ضایعه جدی برای زندانیان سیاسی خواهد شد. گزارش شده که مسئولین زندان از اعزام یک زن زندانی مبتلا به کرونا که دچار سردرد و حالت تهوع شدید و به لحاظ جسمی در شرایط وخیم بوده به مرکز درمانی جلوگیری کردند. زندان مرکزی ارومیه معروف به زندان دریا در جاده ارومیه به تبریز و در 15 کیلومتری مرکز شهر ارومیه قرار دارد. این زندان دارای 17 بند است. بند زنان زندان ارومیه دارای 4 اتاق است که هر کدام 36 تخت وجود دارد و هیچ تهویه‌ای نیست. بیش از 330 زن در این 4 اتاق محبوس هستند که حداکثر 144 تخت وجود دارد. به این ترتیب کاهش میزان ساعت هواخوری شرایط را برای این زنان زندانی بسیار دشوار کرده است. آنها باید روزی 22 ساعت در این سلول‌های متراکم و بدون تهویه بمانند. در این زندان متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی و افراد متهم به جرائم عادی نگهداری می‌شوند و اصل تفکیک جرائم رعایت نمی‌شود. آمار مرگ و میر بر اثر بیماری در زندان ارومیه بالاست و از جمله زندانی‌هایی که تاکنون موارد بسیاری از ابتلا به کووید 19 در بین زندانیان در آنها گزارش شده است. در فروردین ماه 99 حداقل یک زن زندانی مبتلا به کرونا در این زندان جان سپرد. بر اساس گزارشات در تاریخ 2 آبان 99 حدود 300 زن زندانی از زندان‌های سراسر آذربایجان غربی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. تا پیش از آن 200 زن زندانی در بند 15 محبوس شده بودند. این محل به صورت کوپه بندی با دیواره‌های کوتاه به 8 اتاق تقسیم شده است. هر اتاق شامل 16 تخت با حدود 30 زن زندانی است. در نتیجه نصف جمعیت هر اتاق جایی برای استراحت ندارد و روی کف زمین می‌خوابند. و اگر استطاعت مالی نداشته باشند تا مدت‌ها از داشتن پتو و لباس هم محروم هستند. در این زندان برای 200 نفر فقط 5 دستشویی و 3 حمام وجود دارد. اکثر مواقع دستشویی‌ها خراب و غیر قابل استفاده می‌باشند. آب گرم برای استحمام به طور معمول قطع است و زندانیان مجبورند به آب سرد حمام کنند. در این بند کودکان نیز همراه با مادرانشان در زندان به سر می‌برند. با توجه به شلوغی و کثیفی این بند، کودکان در معرض بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های گوارشی و پوستی قرار دارند. غذای زندان بسیار نامناسب و با کیفیت پایین است و زندانیان بارها موش و سوسک در غذا پیدا کردند. همچنین آب نامناسب زندان موجب بروز بیماری‌های کلیوی در زندانیان شده. به همین دلیل زندانیان چند بار به مسئولین زندان اعتراض کردند. گوشت به طور کامل از برنامه غذایی بند زنان زندان ارومیه حذف شده است. به دلیل کیفیت پایین غذاهای زندان، اکنون زندانیان ناچار هستند با هزینه شخصی و با امکانات ناچیز زندان غذا درست کنند که با توجه به نبود امکانات لازم و غیر بهداشتی بودن محیط پخت غذا در زندان، شماری از زندانیان بیمار شدند. اعزام بیماران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیرون فقط در شرایط خاص و با مجوز قضایی انجام می‌شود. با این وجود مسئولین زندان حتی پس از صدور مجوز از خارج شدن بیمار جلوگیری می‌کنند. برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها، مخارج ویزیت پزشک و درمان در بیرون از زندان بر عهده زندانی است. حدود 700 زندانی با اتهامات مختلف از جمله جرایم مالی، سرقت و قتل و همینطور زندانیان سیاسی و امنیتی در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. بند زنان دارای 6 سالن می‌باشد. زنان زندانی سیاسی را به عمد و برای شکنجه کردن آنان در بندهای مختلف در کنار زندانیان با جرایم عادی مانند قتل، آدمربایی و مواد مخدر نگهداری می‌کنند. وضعیت زنان زندانی حتی نسبت به مردان در این زندان بدتر است و حتی از امکانات حداقلی که مردان در اختیار دارند نیز محرومند. بند عمومی این زندان که به عنوان بند تنبیهی استفاده می‌شود هیچ تختی ندارد و بسیار غیر بهداشتی است. این بند تنها 2 پنجره کوچک دارد که همیشه کاملا بسته است. در این بند کاملا بسته است و تنها زمانی که زندانیان درخواستی داشته باشند در می‌زنند و عموما با بی‌توجهی نگهبانان مواجه می‌شوند. تاکنون چند زندانی در این بند اقدام به خودکشی کردند. گفته می شود یک بار مسئولین زندان در یک مورد روسری یکی از زندانیان که با استفاده از آن اقدام به خودکشی کرده بود را پس از انتقال پیکر او از محل باز نکردند تا برای دیگر زندانیان درس عبرت شود. زندانیان با مشکلاتی همچون کیفیت بد غذای زندان،
نایابی و گرانی کالاهای مورد نیاز در فروشگاه زندان و ممانعت در مراجعه به مراکز درمانی روبرو هستند. در دوران شیوع کرونا اعزام به دادسرا و دادگاه کماکان و حتی بیش از گذشته ادامه داشته است. اتاقهای بند فاقد سرویس بهداشتی مجزا هستند و تنها در انتهای راهرو و یک سرویس بهداشتی تعبیه شده که همه زندانیان به طور مشترک از آن استفاده می کنند. پس از شیوع کرونا مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده از سوی مسئولین زندان در اختیار زندانیان قرار نگرفت. محیط زندان هفته دو بار توسط زندانیان با استفاده از یک کپسول که مسئولین در اختیار آنها قرار دادند پاکسازی می شود. در بهداری که تنها یک دکتر عمومی و یک دکتر زنان وجود دارد و اگر زندانیان درخواست انتقال به مرکز درمانی خارج از زندان را داشته باشند، به درخواست آنها پس از 7 تا 10 روز پاسخ داده خواهد شد. هزینه درمان نیز برخلاف قوانین سازمان زندان‌ها بر عهده زندانیان است. در بهداری زندان فقط داروهای مسکن، داروهای اعصاب و شربت متادون تجویز می شود. شربت متادون باعث اعتیاد زندانیان می شود. در صورتی که یک زندانی دچار شکستگی استخوان شود، از گش گرفتن خودداری می کنند و اگر زندانی دچار مشکلات تنفسی و آسم باشد، برای ندادن اسپری به او بیماری غیر ممکن می شود. اگر زندانیان به این وضعیت غیر بهداشتی و غیر انسانی اعتراض کنند، پاسخ رئیس بند و رئیس زندان تنها توهین و ناسزا خواهد بود. آنان به زندانی میگویند شما حق اعتراض ندارید. در این زندان متادون به شکل رایگان بین زندانیان توزیع می‌شود. توجیه زندانبانان برای این کار جلوگیری از بی‌انضباطی و کنترل فضای زندان است. مسئولین حفاظت زندان برای جلوگیری از بی‌انضباطی فقط از ضرب و شتم و توهین و تحقیر استفاده می‌کنند. این شیوه بارها موجب شکستگی دست و پای زندانیان شده است. دو قاضی ناظر بر زندان در مورد قوانین مرخصی، تعیین مبلغ و نوع وثیقه کاملا سلیقه‌ای و غیرقانونی عمل می‌کنند. زندانیان سیاسی به طور کامل از امکان تماس و ملاقات محروم هستند. برخورد پرسنل زندان با زندانیان سیاسی بسیار خشن‌تر از جرایم عادی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ 3 مهر 99 دو قاضی و 3 زندان از جمله زندان وکیل‌آباد مشهد را به دلیل نقش آنها در شکنجه بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه افراد به دلیل شرکت در اجتماعات مسالمت‌آمیز در لیست سیاه خود قرار داد و تحریم کرد. وضعیت در زندان زنان دولت‌آباد در اصفهان بسیار تلخ و دردناک است. تا جایی که بسیاری از زنان زندانی که به دلیل جرایم عادی محبوس هستند، در انتظار فرصتی برای خودکشی هستند. وضعیت غذایی در این زندان بسیار بد است. غذای زندان قابل استفاده نیست. کیفیت نان به دلیل کهنه بودن نانها و میزان زیاد کافوری که در آن می‌ریزند بسیار پایین است. در وعده صبحانه بعضی روزها یک تکه پنیر یا یک مربای انفرادی به زندانیان می‌دهند. در روزهای دیگر همین را هم برای صبحانه نمی‌دهند. کیفیت غذای نهار بسیار پایین است. در غذا سویا استفاده می‌شود که غذا را غیر قابل استفاده می‌کند. در موارد زیادی حشرات در غذا وجود دارد. فروشگاه زندان اجناسی با کیفیت بسیار پایین و با قیمت بالا به زندانیان می‌فروشد. آنها نمی‌توانند مواد مقوی و یا سبزیجات را از فروشگاه زندان تهیه کنند. به همین دلیل اکثر زندانیان از کم‌خونی رنج می‌برند و دچار ضعف جدی بدنی هستند. سطح بهداشت در زندان بسیار پایین است. امکانات بهداشتی وجود ندارد. سرویس‌های بهداشتی به حمام نسبت به جمعیت زندانیان کم است. چاه دستشویی ها بیشتر اوقات بالا می زنند. در هر بند برای هر 40 زندانی 2 حمام وجود دارد. آب حمام همیشه سرد است. زنان مجبورند با آب سرد استحمام کنند و بسیاری از آنها دچار دردهای استخوانی هستند یا به سرما خوردگی مبتلا می شوند. بهداری زنان از حداقل امکانات برخوردار نیست. در صورتی که حال یک زندانی رو به وخامت هم برود اقدام جدی برای نجات جانبه ای انجام نمی شود. زندانیان سیاسی تحت بیشترین فشارها قرار دارند. این زندانیان پس از احکام غیرقانونی، تبعید و برخی حتی بدون حکم به عنوان تنبیه به این زندان‌ها منتقل می‌شوند. این انتقال‌ها از طرفی برای اعمال فشار بیشتر به زندانی و از طرفی برای جدا کردن زندانیان سیاسی از یکدیگر و جلوگیری از انتقال اخبار شرایط آنها به رسانه‌هاست. زندانیان سیاسی در زندان زنان دولت‌آباد اصفهان در معرض خطر جانی قرار دارند. برخی از زندانیان که متهم به جرایمی مانند قتل هستند، از طرف مسئولین زندان اجیر می‌شوند تا زندانیان سیاسی را مورد آزار و اذیت قرار دهند. زندانیان اجیر شده با اطلاعات تماس گرفته و از زندانیان سیاسی گزارش‌های دروغ می‌دهند. این موضوع شرایط را برای زندانیان سیاسی بسیار سخت‌تر می‌کند و حتی منجر به پرونده‌سازی برای آنها می‌شود.
این پرسنل زندان مانند بسیاری زندان‌های دیگر علاوه بر خشونت و اعمال شکنجه علیه زندانیان به فساد اخلاقی معروف هستند. بند زنان زندان فردیس کرج یا معروف به زندان کچویی دارای یک قرنطینه 4 سالن و یک سالن کریدور عمومی و یک آشپزخانه است. در حال حاضر در هر سالن 50 الی 60 زن زندانی به سر می‌برند. هر یک از 4 سالن بند زنان دارای 3 دستشویی و دو دوش حمام است که با توجه به تعداد زنان محبوس در هر سالن جوابگوی نیاز زندانیان نیست. بند زنان زندان فردیس در مجموع 200 زندانی را در خود جای داده است. اکثر این زنان دارای جرائم عادی هستند. زندانیان سیاسی در میان این زندانیان عادی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. قرنطینه زندان فردیس کرج بسیار شلوغ است. 20 تخت در این محل وجود دارد. به تعداد زیادی از زنان مجبور هستند در کف زمین بخوابند. تنها 1 عدد سرویس بهداشتی در این بند وجود دارد. دوش بند قرنطینه به مدت 1 ماه خراب بوده و زندانیان مجبور بودند از شلنگ سرویس بهداشتی جهت استحمام استفاده کنند. این وضعیت در شرایطی بود که ویروس کرونا وضعیت را وخیم‌تر کرده بود. عوامل زندان از شرایط خرابی‌های سرویس بهداشتی و حمام برای فشار بیشتر بر زنان استفاده می‌کنند به جای اینکه برای تعمیر آن اقدامی انجام دهند. بند زنان در شروع فصل سرما فاقد سیستم گرمایشی است. اصخایی میکنم رو مایکتون اومدم. اگه محبت کنید تا 3 دقیقه دیگه جمع بندی کنید ممنون میشم از شما. بله انتهای سخنم. متشکرم. و بسیاری از زنان بیمار شدند. غذای زندان در موارد زیادی فاسد و تاریخ گذشتند. به عنوان نمونه بارها پنیر ترش شده یا تخم مرغ خراب و فاسد به آنها داده شده است. زنان به دلیل عدم مدیریت مسئولان زندان اغلب گرسنه هستند، به طوری که در اکثر موارد هنگام توزیع غذا چنان ازدحامی ایجاد می شود که غذا روی سر زندانیان می ریزد. یکی از ابزارهای فشار بر زندانیان شرکت اجباری در مناسبت‌های حکومتی است. در این زندان در هر 24 ساعت 3 بار زندانیان را به خط کرده و آمار می‌گیرند و به این شیوه نیز به آنها فشار بیشتری وارد می‌کنند. امیدوار هستیم که شرایط برای زنان زندانی در زمینه‌های مختلف چه از نظر بهداشتی، خدماتی، اسکان و امنیت بهتر شود و زنان زندانی بتوانند از حداقل حقوق پایه‌ای خود برخوردار شوند. سپاس از اینکه سخنرانی من را گوش دادید. سپاس از شما بانو اسماعیل عزیز، خسته نباشید و ممنون از سخنرانی خوبتون. بله واقعا تاسف‌بار چیزایی که گفتین شما، اما اگه ما نگاه کنیم در واقع توی جامعه خودمون شهروندانمون که آزادن و در زندان زندگی نمی کنن، الان هوای خوزستان رو نگاه کنید، احواز اصخایی میکنم، آب خوزستان رو ببینید، عدم بهداشت، نمیدونم مرغ و گوشت و برنجی که در زندان ها مطرح میشه از سفره مردم هم برچیده شده. در واقع اون ارزش انسانی، اون کرامت انسانی، اون حق حیات در کشور ما نادیده گرفته میشه. و یکی این که به هر حال زندان جاییه که کسانی که حالا مجرم هستن، حالا به هر طریقی هر نوع اتهامی که هستش، برای یک نوع بازسازی یا بازپروری در واقع اونجا میرن. قرار بر این نیستش که اونجا با این فشاره که میارن حالا خودکشی کنن، بیماری های بگیرن. کسی که حالا یک معترضه، یک کنشگره، یک کسی هست که عقایدش در واقع با عقاید جمهوری اسلامی یکی نیست، اونجا هست با 1000 نفر که جرائم دیگه ای انجام دادن تو یک بند، یک سلول، یک جا باشن. من فهم کنم برعکس این که میگن زندان باید بازپروری بشه، در واقع روان انسان ها یه جای بسیار مخرب هست. علاوه بر اون با بسیاری از بیماری های واگیردار کسانی که آزاد میشن وارد جامعه میشن و اون رو به بقیه افراد جامعه حتی خانوادهشون هم منتقل میکنن. خب دوستان، اگر که در رابطه با سخنرانی خانم اسماعیلی نقطه نظری دارید خوشحال میشم که با ما به اشتراک بذارید. در غیر این صورت سخنران بعدیمون سرکار خانم کیمیا غزل باش با موضوع سخنرانی زنان معلول و تعامل با جامعه در خدمتون هستیم. خانم غزل باش، مایک در اختیار شما. ممنون. سلام خدمت همه دوستان، در خدمت شما هستم با موضوع مشکلات زنان معلول و تعامل با جامعه.
من قصد دارم تو این سخنرانی درباره مشکل اشتغال زنان معلول، ازدواج دختران معلول، نگاهی کوچیک به آمار معلولان در ایران و همچنین فقدان امکانات شهری برای معلولان صحبتی بکنم. تبعیض دو جانبه جنسیت و معلولیت در زندگی معلولان زن به گونه‌ای بوده که جمعیت 1,300,000 نفری زنان معلول در کشور دچار مشکلات فراوان اجتماعی و فرهنگی شدند. این تبعیض به قدری جدی و فراگیر بوده که تقریبا کلیه جنبه های زندگی اونا از جمله تحصیلات، اشتغال، کار و ازدواج افراد رو تحت تأثیر قرار داده است. به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، زنان معلول در جامعه چند برابر مردان معلول محرومیت و انزوا رو تجربه می کنند. زیرا به دلیل معلولیت و هم جنسیت دچار نوعی طرد شدگی می شوند. آنان در برابر سوء استفاده ها آسیب پذیرتر هستند و برخی از آنان و دختران معلول در منزل کتک می خورند. در این شرایط فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع بر زندگی زنان معلول تاثیرگذار بوده است. به گونه ای که آنان کمتر وارد اجتماع می شوند و همیشه به صورت پنهانی و در انزوا به زندگی خود ادامه می دهند. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی زنان معلول پذیرفته نشدن از سوی اطرافیان خود به خصوص خانواده است. نگاه ترحم و تحقیرآمیز به این زنان باعث کاهش اعتماد به نفس در آنها شده است. گاهی مواقع عدم پذیرش معلولان زن در خانواده باعث شده که معلولان در جلسات عمومی و مهمانی ها پنهان شوند. در واقع انزوا طلبی از جمله تبعات منفی عدم پذیرش است. در حالی که امروزه در دنیا یکی از محوری ترین سیاست ها در حوزه معلولان فراهم کردن زمینه حضور اونها در عرصه اجتماع است. اما در ایران هر روزه شاهد گوشه‌گیری و انزوای آنها هستیم. به دلیل این چالش اعتماد به نفس در معلولان بسیار پایین است و این موضوع درباره زنان معلول بسیار شایع است. از سوی دیگه خانم افتخار عضو انجمن باور که خودشون در واقع نوعی معلولیت رو دارن در ارتباط با مشکلات زنان معلول اینچنین میگن که در کل زنان در جامعه امنیت چندانی ندارن و این موضوع برای زنان معلول دو چندان است. زنان معلول به دلیل نگاه تحقیر کننده افراد سالم کمتر وارد اجتماع میشوند و به نوعی بیشتر زنان دچار مشکلات روحی هستند. به عنوان مثال وقتی برای خرید ماهیتاج روزانه وارد خیابان می شوم طبیعتاً به دلیل عدم مناسب سازی فضای شهری با مشکل تردد مواجه می شم. من مدام این جمله رو از اطرافیانم می شنوم که مگر مجبور هستم به خیابان بیان. این کلمات را نه تنها من بلکه تمام دوستانم که به نوعی دچار معلولیت هستند همیشه می شنوم. ایشون معتقد هستند که فرهنگسازی لازم برای آشنایی با معلولیت‌ها در جامعه نشده. به خصوص زنان معلول به دلایل خاص کمتر وارد اجتماع می‌شوند، در حالی که زنان معلول هم همانند دیگر اعضای جامعه از حق طبیعی زندگی برخوردارند. اما متأسفانه زنان معلول ضعیف‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شوند و حتی از کمترین حق یک زن سالم نیز برخوردار نیستند. مشکل در گذراندن اوقات فراغت، آزار از سوی اطرافیان و خانواده، مشکلات حمل و نقل عمومی، نگاه فرهنگی غلط جامعه، ازدواج و اشتغال از جمله مهمترین مشکلات زنان معلول هست. در ارتباط با مشکل اشتغال برای زنان معلول این چنین باید گفت که یکی از مشکلات اساسی زنان معلول در واقع اشتغال هست. معلولیت به عنوان یک عامل بازدارنده بر سر راه اشتغال افراد عمل می‌کند و اگر به این مسئله توجه کافی نشود سبب بروز بسیار از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برای خود فرد و جامعه می‌شود. داشتن شغل برای معلولان فراتر از دستیابی به دستمزد اقتصادی است. اشتغال سبب تامین نیازهای روحی، عاطفی و روانی فرد می شود.
هویت اجتماعی به فرد می‌دهد و در نتیجه رضایتمندی در افراد رو بالا می‌برد. معضل بیکاری یکی از مشکلات موجود در جامعه است که در این میان شانس اشتغال معلولان به مراتب کمتر از افراد عادی هست. این مسئله درباره زنان معلول به شکل جدی‌تری نمایان می‌شود. از نظر اشتغال، میزان فعالیت مردان 9 برابر میزان فعالیت زنان است. این مقدار درباره معلولان هم باز کاهش می‌یابد و شانس اشتغال زنان معلول 1/2 درصد زنان عادی است، در حالی که زنان معلول نیز همانند دیگران برای تامین نیازهای متعارف خود نیازمند انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند. با این همه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز قانون 3% استخدام معلولان را در نهادهای دولتی و خصوصی تصویب کرده است، اما واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها علاقمند به جذب معلولان نیستند و تمایلی ندارند. این وضعیت برای زنان چند برابر است. شرکت‌ها و نهادهای دولتی معتقدند که زنان معلول کارایی چندانی در محیط کار ندارند و بیش از اینکه برای سوددهی مفید باشن هزینه ایجاد میکنن. شاید یکی از دلایل هزینه بر بودن زنان در محیط‌های کاری نداشتن مهارت‌های اشتغال باشد، ولی در اینجا سیاست‌های دولت هم بسیار غلط عمل کرده. حضور معلولان را در جامعه نهادینه نکرده، به خصوص حضور زنان معلول که به دلایل شرایط خاص روحی روانی باید از سوی دولت حمایت می‌شدند. شاید یکی از اقدامات مهم مسئولان جامعه برای توانمندسازی زنان معلول گسترش آموزش و سواد آموزی بوده، اما متاسفانه آموزش و پرورش کشور هم برای تعلیم به معلولان هم بسیار دچار مشکل بوده که البته شکل آموزش و پرورش برای سواد آموزی به دختران معلول هم بسیار به مراتب حادتر بوده. در بخش ازدواج معلولان باید گفت که فقط 15% از دختران معلول ازدواج کردند. ازدواج هم یکی دیگر از مشکلات دختران معلول هست. به دلیل شرایط فیزیکی و خاص زنان معلول، فرصت‌های ازدواج برای این افراد بسیار کمتر از افراد عادی است. هر چقدر معلولیت جسمی بیشتر شود، مشکلات حادتر می شود. ازدواج به عنوان گره گمشده‌ای در زندگی زنان معلول قرار گرفته است که کمتر با آن روبرو می‌شوند. گاه زنان معلول ناخواسته تا پایان عمر تنها زندگی می‌کنند. شاید آنچه بیش از همه برای بانوان معلول آزاردهنده باشد، باورهای غلط فرهنگی است. جامعه ظرفیت کامل یک زن سالم را در یک زن معلول نمی‌بیند. اما واقعیت آن است که دختران معلول ازدواج کرده نه تنها پس از ازدواج توانستند توانمندی یک زن کامل رو داشته باشند، بلکه در بسیاری مواقع باعث به وجود آمدن موقعیت‌های بسیار عالی در زندگی هم شدند. متاسفانه بر اثر نگاه منفی به زنان معلول، تقریباً 85% دختران معلول هیچ وقت ازدواج نکردند. شاید دلیل همین آمار بالا بود که دولت مردان قانونی رو تصویب کردند مشروط بر این که اگر مردی زن ناتوان و معلول را تحت سرپرستی قرار دهد، از خدمت نظام وظیفه معاف می شود. این در حالی است که بیشتر جامعه شناسان بر این قانون خورده می‌گیرند و این قانون را سوء استفاده از زنان معلول می‌دانند. این قانون نه تنها کمکی به زنان معلول نمی‌کند، بلکه بیش از پیش عزت نفس آنان را خدشه‌دار می‌کند. در واقع این قانون برای کسانی که با زنان معلول ازدواج کردند امتیازی قائل شده است و زن معلول از روی علاقه و داشتن ویژگی‌هایی که می‌تواند همسر را به سعادت برساند انتخاب نشده است، بلکه صرفاً به دلیل بهره‌مندی از این امتیاز که موافد سربازی است ازدواج صورت می‌گیرد. به جای آنکه برنامه ریزی کنیم و توانمندی و توانایی‌های این افراد را علی‌رغم داشتن معلولیت به جامعه و اطرافیانشان نشان دهیم، دست به اقدامات سطحی می‌زنیم. زن در برابر این قانون همیشه بدهکار همسرش است. قانون فرصت را برای مرد اینچنینی به وجود می آورد، ولی اینجاست که شان و کرامت انسانی زنان معلول به خطر می افتد. با این همه، با توجه به ابعاد مسئله و بالا بودن جمعیت زنان معلول، لازم است برنامه ریزی های صحیح و حمایتی های مناسب منظور اشتغال، ازدواج و فرهنگسازی برای معلولان به خصوص زنان معلول صورت پذیرد تا شاهد حضور فعال زنان و مردان معلول در سطح جامعه باشیم.
در بخش بر اساس آماری که هست باید گفتش که معلولیت ها در میان زنان و مردان در حال افزایش است. 80% از 65 میلیون افراد معلول جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که 20% از فقیرترین افراد جهان را معلولان تشکیل می دهند که وضعیت زنان معلول به مراتب وخیم‌تر از مردان است. به طور میانگین 10% افراد هر جامعه را معلولان تشکیل میدن. طبق آمار هم همکنون 600 میلیون فرد معلول در جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که 80% این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند. یک سوم آنها را کودکان تشکیل می دهند و آمارها نشان می دهد که از هر 10 کودکی که در جهان به دنیا میاد یک معلول متولد می شود. آماری هم که در ایران هست، همکنون حدود 3 میلیون معلول شدید و متوسط با احتساب معلولیت‌های خفیف، این رقم به حدود 10 میلیون نفر در کشور می‌رسه. با وجود توجهات بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان شده است و امکانات متعددی که در بسیاری از کشورها برای آنها فراهم گردیده، در ایران هنوز معلولان برای ابتدایی ترین و ساده ترین مسئله روزمره خود دچار مشکل هستند. نگاهی بندازیم در بخش مناسب سازی در فضاهای شهری. قانون 16 ماده حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری، اماکن عمومی، دسترسی به حمل و نقل مناسب برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، اختصاص 3% سهمیه اشتغال دستگاه های دولتی معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان، حمایت از آنها در زمینه موارد درمانی، تامین مسکن، مسائل رفاهی، فروش بلیط نیمه‌های هواپیما و قطار را در بر می‌گیرد. اما متاسفانه هرکس در مسیر عملیاتی شدن آنها در ایران صورت نمی‌گیرد. 16 دستگاه مختلف در کشور در اجرای کامل این قانون دخالت دارند، اما متاسفانه هماهنگی لازم برای اجرا میان آنها وجود ندارد. به همین دلیل این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نیست. در این میان همه ساله با نزدیک شدن به روز جهانی معلولین، توجهات امیدوار کننده به این قشر زیاد شده و مسئولان به دفاع از حقوق اجرا نشده معلولان پرداختن و یا آنها را دارای توامندی های بسیار خطاب می کنند. اما موضوع مسائل و مشکلات این قشر از دید بسیاری از مردم و مسئولان صرفا به خانواده های این افراد باز می گردد و غالبا از کنار مشکلات این افراد به سادگی عبور می کنند. زمانی گفته می شود که مشکل معلولیت مشکل فرد است و فرد باید خود را با جامعه تطبیق دهد، اما اکنون نگاه جهانی این است که معلولیت مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا همه این افراد جامعه حق شهروندی داشته باشند و این مسئله تنها با فراهم کردن فرصت های برابر برای این افراد تحقق پیدا می کند. متاسفانه آنچه در کشور ما بیش از همه خودنمایی می کند فراموش کردن این عصر مهم در سیاست گذاری برای معلولان است. از سوی دیگر فقدان مدیریت علمی و تعدد مراکزی که برای مثال در قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان مورد خطاب قرار گرفتن از مهمترین دلایلی است که مدیریت یک پارچه و هماهنگ را در ارائه خدمات طلب می نماید. توسعه فناوری‌های مختلف امروز زندگی با داشتن ناتوانی و معلولیت را تا اندازه‌ای راحت‌تر ساخته است. این ابزارها و تجهیزات نه تنها در امور درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت مؤثر هستند، بلکه در زندگی شخصی و اجتماعی آنان هم تأثیرات شگفتی گذاشتند. امروزه در کشورهای توسعه یافته معلولان شدید هم در برخی موارد
در مسکن مستقل به تنهایی می توانند زندگی کنند که استفاده از فناوری های جدید این امر را بسیار مؤثر ساخته است. آنچه متاسفانه برای معلولان ایرانی هنوز بیشتر به آرزوی دست نیافتنی شباهت دارد. در واقع اینجور میشه گفتش که مثلا ما خودمون اینجا نگاه میکنیم انقدر فراهم هست همه چی برای معلولان، یعنی دیگه یک نگاهی کردن که اگر که قراره یه ساختمونی تأسیس بشه، اگر قراره که یه ورودی باشه برای مرکز خریدی، که آیا یه معلول چطور میتونه وارد این مثلا مرکز خرید بشه، یا اگر ساختمونی هست همینطور، یا اگر سرویس بهداشتی هست، بارها شده من دیدم که فضای جداگونه ای دارن، دستگیره های فلزی خاصی درست کردن که افراد معلول بتونن به راحتی به تنهایی وارد سرویس بهداشتی بشن و خارج بشن. ولی متاسفانه این شرایط رو ما برای معلولان توی بخش های در واقع فناوری هایی که اینجا اتفاق میفته، کارهایی که اینجا میشه، متاسفانه ما توی ایران نداریم. معلولان در ایران به رغم توسعه مناسبی که در امر شناسایی و ارائه برخی خدمات توانبخشی به وجود آمده است، هنوز در بسیاری از موارد برای حضوری ساده در جامعه از امکانات اولیه برخوردار نیستند و یا خانواده ها یا خود ایشان ترجیح می دهند که در منزل بمانند. در دسترس نبودن ساختمان‌ها و محیط‌های مختلف و فقدان مناسب‌سازی موقعیتی را آفریده که با وضعیت نسبتاً مطلوب هم سال‌ها فاصله دارد. اگر همگان به این امر مهم توجه داشته باشند که معلولان هم شهروندان این جامعه‌اند و از حقوقی مشابه سایر افراد عادی برخوردارند، آنگاه توجه خواهند داشت که برخی کارها که با عناوین ویژه برای معلولان انجام می‌گیرد اقدامی از سر طیف نیست، بلکه با این اقدام تنها شهروندان معلول هم از امکاناتی مشابه افراد عادی برخوردار شدند. اینکه سرویس ویژه حمل و نقل برای معلولان توسط شهرداری ها اجرا شود یا اماکن عمومی برای معلولان قابل دسترس تر شوند تا در واقع بشود گوشه ای از ادای دین جامعه به این افراد به عنوان شهروند جامعه را داشته باشد. من خیلی چکیده بگم با اینکه در بخش تبعیض جنسیتی هم باید گفتش که بر اساس آمار جهانی معلولیت در زنان 60% بیشتر از مردان هستش، اما زنان معلول در ایران دارای مشکلات بیشتری نسبت به مردان هستن. خانومی در واقع یکی از مشکلاتشون رو مثلا به زبان خودشون حالا گفتن اینجور که خانمی معلول هستن در یکی از شهرهای ایران که اینجور گفتن: در شهر کوچکی که من زندگی میکنم امکاناتی رو فقط برای مردان معلول در نظر گرفتن و زنان از این امکانات سهمی ندارن. برای مثال در شهر محل سکونت من یک مجموعه ورزشی وجود دارد که بخشی از آن را مردان معلول اختصاص دادن و چند مربی وجود دارد که به آنها برای ورزش کمک میکنن، در صورتی که چنین امکاناتی برای زن معلول وجود ندارد. یک دید در جامعه وجود دارد که من به عنوان یک زن به شدت آن را حس می کنم و آن این است که اگر معلول باشی و زن هم باشی، شرایط به مراتب وخیم تر است. جامعه از یک زن معلول انتظار دارد که تمام مدت در خانه بنشیند و هیچ فعالیت اجتماعی انجام ندهد. در بخش مناسب سازی پیاده‌روها تا حدی در شهری مانند تهران انجام گرفته، اما در شهرستانی که من زندگی میکنم مناسب سازی پیاده‌روها در واقع یک شوخی برای معلولان حساب میشه. به اعتقاد من در جامعه انقدر باید به معلول بها داده بشه که این اشخاص بتونن حداقل به راحتی کارهای شخصی خودشون رو انجام بدن بدون اینکه نیازی به کمک کسی داشته باشن. اما در بسیاری از مکانهایی که در واقع در شهر تهران دیده میشه مناسب سازی وجود نداره، مثل ادارات، بانک ها و حتی دانشگاه ها که در واقع یک سطح شیبدار ساده بتونن بذارن برای فردی که داره یه ویلچر باشه. سخنرانی من به پایان رسید. ممنون از شما که کنار من بودی و به این سخنرانی گوش کردی. من مایک رو رها میکنم. سپاس بانو قزل باش عزیز، خسته نباشید و ممنون از سخنرانی خوبتون.
دوستان اگر که نظر یا پیشنهادی دارند با علامت دست من راه نمایی کنم. خانم قزلبا، شما اشاره کردید به امکاناتی که برای معلولین در اینجا هستش. حالا منم در ادامه صحبت شما میخواستم بگم که بسیار از کشورهای حالا اروپایی یا آمریکایی از بسیاری از معلولین در حالا میشه مثلا به عنوان فشن شو ها استفاده میکنن، به عنوان مدلینگ یا روی مجلات عکسشون رو میذارن و در واقع یک نوع آموزش میدن به جامعه جهانی که میشه با معلولان هم کار کرد، میشه از اونها استفاده کرد، بهره برداری کرد در واقع، و اونها را هم مثل افراد دیگه عادی جامعه در تمامی کارها میشه مشارکت داد و امید اونها رو به زندگی برگردون در واقع. اما خب متاسفانه در کشور ما واقعا نه تنها اون امکانات در نظر گرفته نمیشه، بلکه اینکه واقعا حتی در مسیر راه‌ها، پله‌ها، مترو، همه اینا رو بخوایم در نظر بگیریم باز هم امکاناتی واسه این عزیزان نیست. خب دوستان، به بخش آخر جلسه‌مون میرسیم، بحث آزادمون در مورد حق انتخاب همسر و مروری داریم بر حقوق زنان در بحث ازدواج و طلاق. من در ابتدای اشاره می‌کنم به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که تاکید داره بر این که هر زن و مرد بالغی فارغ از هر نوع جنسیت، مثلا می‌خوام ملیت، عقیده و سنت یا هر چیز دیگه‌ای میتونن آزادانه ازدواج کنن و حتی در زمانی که در واقع نخوان با هم زندگی کنن هم به سادگی بتونن از هم دیگه جدا بشن. اما با در این مورد باید بریم به سراغ قوانینی که در جمهوری اسلامی هستش و اون رو یک بررسی بکنیم، ببینیم که آیا قوانینی که هست به نفع مردان هست یا به نفع زنان به چه صورت هست. من یه مختصر خیلی کوتاه یه سری چیزهایی رو آماده کردم برای شما ایراد میکنم اینجا و بعد در موردش با هم بحث میکنیم. موضوع اولی که میخواستم بگم خدمتون راجع به ازدواج اجباری در ایران هستش که خب در واقع این در تاریخ ایران یه سابقه غیر قابل انکار داره، خیلی طولانی هستش. حالا درسته که اجبار این فراگیر ازدواج های سنتی زنها را تحت تاثیر قرار میداده، اما حالا به دلیل منطق روابط قدرت در ساختار خانواده های سنتی زن به صورت تاریخی خیلی بیشتر از مردا در واقع از ازدواج اجباری رنج برده و آسیب روانی حالا اجتماعی دیده که حالا بخشی از این آسیب ها هم به اون نابرابری‌های بنیادی و مشکلات اجتماعی در رابطه با مشروعیت چند همسری و ازدواج موقت برای مردان و حالا سنت هایی که اختیار عمل رو در انتخاب همسر به دست مرد و خانواده داده و همچنین ازدواج دختران تو سنین پایین با مردایی که حالا همسن پدرشون هستن و یا روابط جنسی همجنس خواهانه خارج از در واقع نهاد ازدواج بین مرد و مردان مزدوج و یا پسرای نوجوان، اینا همه برمیگرده به تاریخ ایران. اما موضوعی که برای من خیلی جالب بود و من نمیدونستم این رو این بود که قضیه در واقع نه به ازدواج اجباری از چه زمانی در ایران شکل گرفته و سال 1191 تا سال 1257، یعنی خیلی بیشتر از 100 سال پیش، 100 خورده سال پیش، شخصی به اسم میرزا فتحعلی آخونزاده و میرزا آقاخان کرمانی بودند که یک نمایشنامه نویس و روزنامه نگار بودند که توی دوره منتهی به مشروطه از مدافعان و مبلغان ایجاد نظم در جامعه ایران بودند که حالا آثارشون به نمونه‌های اعتراض به ازدواج اجباری در تاریخ معاصر ایران مطرح میشه. البته داریم نویسندگان دیگه مثل خانم صدیقه دولت آبادی
که ایشون هم در ایران سردبیر روزنامه زبان زنان بوده که حالا یک پاورقی در روزنامه‌شون داشتن با موضوع یک دختر 9 ساله که با یک مرد 55 ساله ازدواج کرده در واقع روایت میکنه. برای من خیلی جالب بود این قضیه که بسیار قدمت داره این مسئله و اینکه تلاشی بود که به همچنان یه اشاره بکنم حتما به خانم سیمین دانشور هم، ایشون هم از کسانی بودن که حالا در سن 27 سالگی تو دوره تجردشون یک کتابی رو، یک مجموعه داستانهایی رو منتشر کردن به اسم آتش خاموش. اما تمام تلاش این افرادی که اومدن در واقع در سال 1310 حالا یک نقش آفرینی کردن و یک قانونی راجبه به ازدواج بر اساس احکام شریعت اسلامی که تصویب شده بود با یک تغییراتی در دوره رضا شاه تصویب کردن که همون گرفتن شناسنامه و ثبت ازدواج بود و اینکه در واقع اون اختیار رو از مردان گرفتند که برای ازدواج دوم حتما باید اجازه همسر اول رو داشته باشه یا باید مهریه زن اول رو پرداخت کنه تمام و کمال بعد میتونه مثلا ازدواج کنه، یعنی به این صورت اینو به یه قانونی رسوندن. اما دقیقاً بعد از انقلاب 57 همه چی تغییر کرد، یعنی تمام این زحماتی که کشیده بودن در واقع تموم شد و با قانونی که آقای خمینی گذاشت اختیار کامل رو داد به مردان برای طلاق و هر مردی در واقع هر زمانی که بخواد اراده بکنه میتونه از همسرش جدا بشه. اما خب ما حالا اگر این قوانین رو در ایران رو بخوایم واقعا بررسی بکنیم بهش، این که دوست دارم نظر شما دوستان رو بدونم که واقعا این که یک مرد اجازه داره هر زمانی که میخواد همسرش رو طلاق بده و در نهایت اینه که مهریه اون خانم رو پرداخت بکنه یا حالا اون توافق که بینشون هست، آیا این واقعا به نفع زنانه یا خیر و شما دیدگاهتون چیه نسبت به این قضیه؟ خانم محمودی عزیز در خدمتون هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان، خوشحالم که توی جمعتون هستم. به نکات خیلی خوب شما اشاره کردی توی صحبت هاتون، بس هم خیلی به نظر من بحث خوب و به جایی هستش. شما به یه سری نکات اشاره کردین، من میام حالا یه کمی برمیگردم به عقبتر صحبت شما و قانون اساسی. قانون اساسی ما 1043 طبق ماده 1043 اصلا قبل از اینکه به طلاق برسیم میگه یک خانوم حق نداره، یک دختر باکره نمیتونه خودش تصمیم بگیره برای اینکه ازدواج کنه و حتما باید پدرش یا پدر بزرگ اون بیاد و اجازه ازدواج رو بهش بده و اگر پدر و پدر بزرگی، حالا توی یه تبصره دیگه که گذاشتن تبصره بعدیش 1044 میان اونجا میگن که اگر پدر و پدر بزرگ اجازه نده این خانم میتونه بیاد بره دادگاه شکایت کنه و بر اساس حکم دادگاه که حالا اون شخصی که مقابل این خانم هست اگر فردی باشه که اون مشخصات رو داشته باشه یا پدر و پدر بزرگ اجازه ازدواج به این خانم میدن یا نه دادگاه. شما فکر کنید ببینید چقدر این قوانین پوسیده و غیر انسانی هست. یعنی یک انسان، یک خانوم برای اینکه بخواد ازدواج بکنه باید اجازه بگیره از پدر و پدر بزرگش، حالا اگر نه دادگاه دیگه، یعنی ما برای ازدواجمون نیاز داریم به اجازه دادگاه. شما فکر کنید به این شکل شروع میشه قضیه ازدواج توی ایران و یه ذره میایم جلوتر توی قوانینی که داریم، حالا نه به طور مشخص و واضح در مورد چند همسری، که مثلا توی یه سری قوانین وقتی که بحث ارث میاد، وقتی که یه سری بحث‌های دیگه میاد، ما میبینیم که اشاره میکنن به این که همسر دوم و سوم و چهارم هم در نظر گرفته شده توی این قوانین و خب اینجا هم یه مسئله هستش که ما میبینیم که باز زن نادیده گرفته شده و توی بحث خانواده قوانین ضد زن هستش، یعنی اینجا
دو تا و حالا یه ذره جلوتر که میریم توی قوانین اساسی نگاه میکنیم توی بحث ارث، اگر مردی 4 تا زن داشته باشه سهم الارثی اگر قرار باشه به زن برسه چه اتفاقی میفته؟ همون یک سهم الارث تقسیم به 4 میشه بین اون 4 تا زن. یعنی اینجا هم اون تبعیضه برای زن بوده که همسرشون رفته و همسر دیگه ای رو اختیار کرده و همین که توی بحث ارث اون یک سهمی که همه این زنها باید با هم دیگه ببرن. یعنی هر چقدر ما بیایم کند و کاف کنیم توی قانون، چون من فکر میکنم که یکی از مباحثی که ما توی تبعیض این بحث تبعیض و نابرابری داریم، یک سرش خود این قوانین هست و ساختار قانون توی جامعه ایران که باید اینها تغییر بکنه که ما بعد بتونیم به اون برابری برسیم. یعنی یکی از راهاش این مسئله هستش. یه ذره که باز میایم جلوتر میرسیم توی بحث خود ازدواج و حالا طلاق که شما میگید و میگید که حق طلاق با مرد هستش و اون مواردی که دارن، حالا اینجا یه سری مباحثی رو کنشگرا و افرادی که فعال حقوق زنان بودن اومدن گفتن که ما یه سری موارد ضمن عقد داشته باشیم. حالا من در ادامه الان سعی میکنم صحبتم تا کنم و حالا اگه بحث باز شد میتونیم در مورد اونها صحبت کنیم که ما میبینیم همینها هم وقتی که ما حتی آگاهی بدیم به زنهامون و در موردش صحبت بکنیم، وقتی که پای قانون و پای دادگاه خانواده توی ایران به میون میاد اصلا این مسئله ضمانت اجرایی نداره. و از هر طرف که ما بخوایم نگاه کنیم به بحث ازدواج، بحث خانواده، میبینیم که حقوق زنان خیلی خیلی زیاد پایمال شده و خیلی خیلی جای بحث داره. من اینجا صحبتم رو کوتاه میکنم، باز میشنوم شما رو و ادامه میدیم بحث رو. ممنونم خانم محمودی عزیز، به نکات خیلی درست و خوبی اشاره فرمودین. حالا یه جای اینجا بحثم داره که اگر آقایان مشارکت کنن تو این بحث خیلی عالی میشه که آقایون هم نظرشون رو بگن راجع به این قوانینی که وجود داره برای ازدواج. خب یک سر این قضیه صحبتی که کردیم اینه که زنها برای ازدواج حق انتخاب در واقع ندارن. گفته میشه توسط آقایان، حالا بعضی از آقایان گفته میشه که مرد هست که در واقع قضیه ازدواج فراهم کردن خانواده و در واقع تشکیل خانواده به عهده مرده که انتخاب میکنه، ازدواج میکنه و یک زندگی رو تشکیل میده. خب ما اینجا قوانین رو در نظر بگیریم، از یک طرف قضیه ازدواج انتخاب شدن بانوان هست، از اون طرف اختیار مردان برای چند همسری هست، دوباره از این طرف ما موضوع مهریه، نفقه یا حالا خیلی چیزای دیگه که برای بانوان هست رو داریم که از اون ور هم باز مردان نسبت به این قضیه معترض هستن. خیلی عالی آقای احمدی، خب ممنون که آقایون مشارکت کنند تو این قضیه، در خدمت شما هستید. درود و وقت بخیر خدمت همه دوستان، خوشحالم که تو جمعتونم. در این رابطه ببخشید من نمیخوام نقش منفی آقایون رو رد کنم، ولی خب ما همونجوری که میدونیم خب خانم ها به عنوان مادر بعد این فرهنگ رو تو بچه هاشون جا بندازن. وقتی که یک مادر بچه‌شو خوب تربیت کنه به حق و حقوقش واقف بشه، وقتی میره جلو خب به عنوان یک انسان با طرف نگاه میکنه، نه که به جنسیتش نگاه کنه، حالا میخواد مرد باشه چه زن باشه. از یه طرف هم خانم ها خدمت شما عرض کنم وقتی میان موقع خواستگاری، موقع صحبتاشون که میشه بیشتر تاکیدشون رو مهریه است. چرا؟ رو حق او خودشون، مثلا رو حق طلاق، رو حق اینکه اجازه خروج از کشور باشه. اینا البته راهکارهای کوتاه مدت ها، در اصل بعد آگاهی مردم بیشتر شه، این قوانین ریشه چند شه ریشه قوانین ضد زن، ولی من برای کوتاه مدتش میگم. خب خانم ها چرا نمیان بیشتر از اینکه رو منافع مالی تاکید کنن، عمدتا میگم و همه خانوم ها رو نمیگم، عمدتا میان رو منافع مالی صحبت میکنم، من رو مهریه، رو شرایط زندگی، میتونم بیان رو شرایط برابری تاکید بکنم. مثلا میگن آقا ما حق طلاق میخوام، ما حق سرپرستی بچه همون رو میخوام، یا حق خروج از کشور رو میخوام، یه حقوق برابری رو میخوام. یک مقدار کمکاری از خانوم هاست.
و اگر هم آقایی هست شما تو مجلس هم میبینید، خب اینا تربیت شده یک خانومی هم دیگه. به نظر من برای خانوم ها حداقل از الان شروع کنن که نسل بعدی یا نسل بعد از اون این حقوق توشون جا افتاده باشن. این بیشتر برمیگرده به اینکه نوع تربیت. آره خیلی حکومت ضعف داره، قاعدتا حکومتی که دیکتاتوریه، حکومتی که بر مبدا اینه که خب برتری جوه و سعی میکنه خب آقایون اول از همه جدا کنه، بعد از دوم آقایون کسایی که هم فکرن رو جدا بکنه، هی بیاره نزدیکتر به سر قله هرم قدرت که آقای خامنه ای باشه. ولی خب نقش خود آدم ها هم خیلی مهمه که سعی کنم به مرور دنبال حقوقشون باشه، نه دنبال منافع و راحتیشون. متشکرم. سپاسگزارم جناب احمدی خواب، مرسی که مشارکت داشتین شما. من حالا در واقع ادامه صحبتم بیشتر این بود که آقایون از نظر این که ما همه معتقد بر حق برابری زن و مرد هستیم، آیا به نظر شما، حالا باز اگر که دوست داشتین خوشحال میشم که مشارکت کنید، آیا از نظر آقایون این که مرد باید بره کار بکنه، حالا یک خانه، یک سقفی چیزی رو در واقع تدارک ببینه، بیرون زحمتش رو بکشه، همه اینا، بعد باید یک مهریه‌ای به خانوم بده، بعد باید حالا یک نفقه‌ای بده حتما که اینا هستش، و اگر نداشته باشه انجام نده حکم حبس برای آقایون هست. اما اگه یه خانومی که حالا این تاکید شده بهش که تمکین از مرد داشته باشه اون رو انجام نده، خب در نهایت یه برگه چیزی بهش میدن که شما خانوم مثلا در این ازدواج باید تمکین داشته باشید. من بیشتر خواستم به این اشاره کنم که این قوانین اگه بخوایم در نظر بگیریم به نفع مردان هست یا به نفع زنان، و حالا چه مشکلاتی رو در پی داره. خانم محبودی شما رو بشنویم، بعد جناب آقای سبزیان. اصخایی میکنم من مایکتون رو بستم. من ببینید، من باز برمیگردم به قوانین. ما یه ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ماده 16 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و برابری کامل زوجین توی روابط زناشویی، همون جوری که اینا مواردی است که جمهوری اسلامی اومده چیکار کرده، اینا رو امضا کرده دیگه، همین جوری که دوستمونم الان توی سخنرانشون گفتن، خب خیلی هاشون توی زمان پهلوی چیز شده، امضا شده، و بعد از این که نظام سیاسی ما تغییر کرده و جمهوری اسلامی شده، با این تغییر هم باز متعهد هستن به انجام این امور، یعنی پای این رو امضا کردن، همون جور که دوستمون در مورد کنوانسیون گفتن که اگر قبلا هم امضا شده باشه در اون نظام سیاسی بعدی هم این سند چون امضا شده باید قابل اجرا باشه، و به اضافه کنوانسیون حقوق کودک که ما اینجا وقتی که میرسیم به بحث کودک همسری میبینیم که اینها مواردی هستش که جمهوری اسلامی امضا کرده و باید اجرا کنه. میدونید بحثمو بیشتر از این که حالا برسیم سر این موارد، من فکر میکنم ریشه یا بیش بکنیم برمیگرده به همین قوانین، این قوانینی که ضمانت اجرایی داره و داره انجام میشه. یعنی ما هر چقدر هم صحبت کنیم یه سرش حقوقمونه که باید به شکل قانون در بیاد و بعد ضمانت اجرایی پیدا کنه تا بتونیم به اون برابری برسیم. همه اینها رو جمهوری اسلامی اومده امضا کرده و بعد توی قانون اساسیش اومده چیکار کرده؟ توی بند 1105 قانون مدنی جمهوری، ببخشید من قربان خواهش میکنم، من پرید یه پروانه پشت لپتاپم، من اگه بتونم دور کنم. توی این ماده 1105 قانون مدنی در مورد روابط زوجین، ریاست خانواده رو میگه از خصایص شوهر است. ببینید این همون بحثی میاد که شما دارید میگید، الان میگید که باید بره بیرون خونه کار کنه، باید نفقه بده، باید فلان کار کنه، باید فلان کار کنه. از کجا میاد؟ از قانون اساسی ما میاد، میگه که ریاست خانواده با همسره، و
ما وقتی میایم توی بحث مهریه صحبت میکنیم، توی بحث طلاق صحبت میکنیم، اصلا خیلی جلوتر که بریم یه سری مواردی رو میاریم که میگیم اینا رو ضمن عقد خانوم‌ها بیان بگن، ولی وقتی که بر میگردیم قانون خیلی قدرتش بیشتر از این مواد و تبصره‌ها و صحبت‌هایی که ما میکنیم، این ضمانت اجراییه رو برای ما زن‌ها رو نمیاره. و بحثی که داریم حالا میرسیم به مهریه که این روزها اصلا دغدغه آقایون هم شده، بحث مهریه، و میبینیم که دودش توی چشم خانواده ها میره، چه مردها چه زنها، و خود مردها چه بسا که با این قوانین، یعنی میان به شکل مهریه میبیننش، ولی نمیدونم که این یک نموده از اون قانون قوانین ضد انسانی هستش که ما داریمش و باید تلاش کنیم برای آگاهی دادن به آدم ها و تغییر این قوانین با کمپین هایی که رو میندازی و کاری خاصی که میکنم. ببخشیدم گربم حواسمو پرت کرد، اصلا نفهمیدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، تو فرصت بعدی مجدد در خدمتتون هستیم. آقای سبزیان بفرمایید. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز. من البته نظر شخصی خودم رو میگم، به نظر من از دو طرف به نظر من حق دارن، هم آقایون و هم خانم ها. موردی که هست، مسلما هر شخصی، هر انسانی، من زن و مردش از آن جنسیتیش نمی کنم این وضعیه رو، هر انسانی حق داره انتخاب کنه که با چه شخصی حالا میخواد حالا رابطه داشته باشه، ازدواج کنه یا هر چیز دیگه. و این همین کلمه من نمیدونم مهریه، و خود من مهریه رو اصلا واقعا یه چیز اشتباهی میدونم، و شیربها که اصلا حرفشون نزنید، اصلا من احساس کنم طرف داره خودشو میفروشه. یعنی اینکه مثلا نمیدونم 10 میلیون 20 میلیون پول میگیرن، یعنی متوجه نمیشم یعنی چی. یعنی مثلا شخص فکر کنید خواهد با یک شخص ازدواج کنه، بعد همون اولش حالا 20 میلیون که نیست، الان دیگه 20 میلیون که دیگه چیپس و پفک هم نمیدن، حالا دیگه بالاتر از این صحبت ها، مهریه هم که دیگه سکه های اونچنانی. و من دیدگاه، من دیدگاه یک مرد میگم، اون یک، حالا شاید خانم ها جور دیگه به این قضیه نگاه کنن، مسلما از اون سمتم به نظر من این که حق طلاق، بازم اینو میگم این دیدگاه شخصیه، حق طلاق این که فقط برای مرد باشه، من باز با این مخالفم. حالا من نظر خودمو میگم، میگم شخصی که حالا با کسی نخواد باشه، همون بهتر که نباشه، حالا چه بهتر که دیگه حالا حق انتخابم دو طرف داشته باشن، و دیگه اون زندگی نمیشه که، اون دیگه میشه چونم یه جهنم، یه عذابی که دو طرف داره اذیت میکنه. و با صحبت‌های آقای احمدی خان کاملا موافقم، چون من بارها شنیدم، حالا اینجا که حالا نداریم خدا رو شکر، ولی دوستانی که حالا ایران هستن باشون صحبت میکنیم، مثلا به من یک بار یک عزیزی گفتش که من رفتم خواستگاری، گفته بود اینقدر مثلا مهریه و فلان، تا رفته گفته سلام خوب هستی، سلام، صحبت داشتم میکردن، گفتم مهریه دختر ما اینقدر، همین جوری. یا این موارد هست که اصلا به نظر من کاملا اشتباهه، و حالا میخواد قانون باشه، میخواد فرهنگ باشه، میخواد نمیدونم رسم باشه، من نمیدونم این رسمیه، این چه رسمیه، چرا ما رسم خوب نداریم، اما این رسمیه که واقعا نمیدونم مال چند سال پیشه داریم. و من با رسم مخالف نیستم، من با حرکت اشتباهه که مخالفم. به نظر من که باید حالا دختر پسر باید حق انتخاب داشته باشن، حق انتخاب همسر خودشون داشته باشن که بتونن زندگی کنن، حالا به هر نحوی که میخوان زندگی کنن. و میگم رسما واقعا یه چیزیه که کلا زندگی رو از هم میپاشه. یا یه چیزی هم ما داریم، میگن زنم چی، میگن دخترمون پسرمون، دخترمون پسرخاله، این هم یه داستانیه که اصلا من نمیدونم قضیهش چیه. و همین دیگه، من صحبتمو تا همینجا کوتاه میکنم، ولی واقعا به نظر من این دیدگاه ها باید تغییر کنه. حالا میخواد قانون اساسی باشه، میخواد فرهنگ باشه، میخواد رسم باشه، به نظر من کاملا میشه. ممنون از شما. ممنون آقای سبزیان، مرسی که مشارکت داشتین. در واقع من میخواستم به این مسئله برسم که شما الان فهمیدین که دو نفر ازدواج میکنن و تفاهم ندارن، بهتر اصلا جداشن، حالا به زور موندن یه جهنمیه، در واقع واقعا زندگی نیست.
خب من این موضوع میخواستم مطرح کنم که مرد به هر اصلا احتیاج به دلیل نداره، هر زمانی که بخواد میتونه زن رو طلاق بده، اما بانوان ما اگر بخوان طلاق بگیرن 12 تا مورد هستش که باید در واقع از اون موارد چیزی رو به دادگاه ثابت کنن که اگر دادگاه قبول کنه اجازه طلاق رو میده. در غیر این صورت چیکار میکنه؟ زن رو تشویق میکنن به اینکه برگرد سر زندگیت و از زندگی تو بکن. خب به نظر شما اون واقعا اون اجبار نیست از این باب بخوایم در نظر بگیم، ما اون جهنم نیست واقعا اون زندگی که زنی که نخواد با یه مرد زندگی بکنه نتونه، اما مردی که بخواد سری طلاق بده این کارو به سادگی انجام بده. بیشتر من میخواستم روی این صحبت برسم، حالا خانم شاهسوانی عزیز رو بشنویم و ادامه بدیم. دوستان گرامی صحبت ها رو کردن، منتها من میخواستم اشاره کنم به اینکه واقعا قانون ما که مبناش هم قوانین شهر هست، نیمی از جمعیت کشور رو نادیده گرفته. قوانین ما مشکل داره. شما تصور کنید صحبت از اولا انتخاب تو ازدواج که خب مردا انتخاب میکنن و زنها پدرشون و حالا جد پدری باید اجازه بدن، همونطور که دوست عزیزمون گفتن اگر حتی اینا در قید حیات نباشن دادگاه باید تصمیم بگیره. یعنی حتی به دخترها اجازه انتخاب هم نمیدن. خب این واقعا وحشتناکه. صحبت از مهریه شد. مهریه رو خانواده ها قرار میدن، البته ما مهریه های عادی هم داریم، یه شاخه نبات خیلی جزئی، ولی بعضی از خانواده ها اینو پشتوانه دخترشون میدونن که به راحتی، چون حق طلاق با مرده بعد از 1 ماه نگه خب من نمیخوام، اینو یه پشتوانه میذارن که حداقل، گرچه که نمیشه هیچ کسی رو به زور حالا مرد رو اجبار کرد که با یه نفر، ولی خب پدر و مادر فکر میکنن که اگر حالا یه مهریه سنگینی باشه مرد نمیتونه هر لحظه که اراده کرد زن رو طلاق بده. چرا؟ چون قانون بهش این اجازه رو میده. و حتی اگر ضمن عقد، حالا آقای احمدی خواه اشاره کردن که چرا قانون نمیذارن، چرا حق طلاق رو نمیگیرن، حتی اگر مرد این حق رو به زن بده باز هم حق خودش پابرجاست. یعنی حتی اگر توی عقدنامه، پشت عقدنامه بنویسه که حق طلاق با زنه، ولی باز هم قانون این حق رو واسه خود مرد جایز میدونه و برقرار میدونه که هر لحظه که خواست زن رو طلاق بده. این متاسفانه قانونهای حالا دوستمون فرمودم پوسیده و اصل هیچ عدالتی به نظر من توش نیست، نه تنها برای ازدواج، برای طلاق هم همینطور، برای تعدد ازدواج همینطور، تا 4 تا زن میتونن بگیرن، ازدواج موقت که بدون محدودیت. خب اینا واقعا وحشتناکه برای جامعه زنان ما تو ایران. ممنونم، مایک رو رها میکنم. سپاس بانو شاهسوانی عزیز، ممنونم مشارکتتون. آقای پورمن در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود دوستان عزیز، صدای من هست خانم بیژندی؟ بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. یه نکته می‌خواستم بگم خدمت من این که تمام این به اصطلاح جنبه‌های حقوقی و حقیقی که تو ماجرا هستش از عرف میاد و فقه میاد. جنبه های عرفی که همونجور که آقای سبزیان گفتن سینه به سینه از خانواده ها میرسه، از رسومات میرسه، حالا یه جاهایی به سرمو دخترمو میگن، یه جایی نمیدونم شیربها میگن، یه جاهایی میگن نمیدونم مرد با جایزه بیاره، یه جایی میگن زن باشه و خیلی مثالای دیگه‌اش که حالا میدونید. فقهش هم که خب چیزی که قانون گذاشته شده، یه سری چیزایش هم هست که حالا الان صحبت شد همه هم بهش واقف هستن که اشتباهه.
یه موقعی هستش مثل الان ما قانونگذار نیستیم، پس جنبه فقهی قضیه و قانونیش دست ما نیست. نقطه تمام. یه جنبه ایش دست ما بحث عرفیشه، یعنی اینکه من الان دخترمو به زور نباید بدم به کسی، من الان باید یاد بگیرم به خواسته خواهرم احترام بذارم اگه کسی دوست داره، من یاد بگیرم به رابطه، اگه من مادر دارم، مادرم پدر من جدا شده ازش رفته، این احترام بذارم بهش، اگه میخواد نمیدونم با کسی باشه، میخواد ازدواج کنه یا حالا هر چیزی، من باید از خودم اول باید شروع کنم تا بعد برسه به این که شما اینو بخواید بستش بدید که توی یک خانواده گسترده بشه که خواهر من نگاه میکنه یاد میگیره و بعد میشه همسایه من، میشه یه جامعه که خب بله میشه اینو میبینن و یاد میگیرن و به این سادگی نیستش که شما همه چیزو بتونید یک شبه عوض کنید. اصلا الان دوره قبل از انقلابم همین مسائل بوده، یعنی چیزی نیستش که خیلی عرف من دارم میگم و چیزی نیستش که خیلی تغییرات عمده ای کرده باشه، این عرف و ماها باید خودمون از خودمون، من از توی خونه خودم اول از همه از خود خودم شخص خودم شروع کنم، زنم، دخترم، خواهرم، مادرم یاد بگیرم که بهشون اجازه بدم صحبت کنن، یاد بگیرم که اونا هم اجازه دارن که صحبت کنن، یاد بگیرم که اونا هم یه حقی رو دارن که میتونن خیلی ساده و خیلی منطقی انتخاب کنه، میتونه با یه نفر باشه نباشه و یواش یواش گفتم دیگه اون دایره بس پیدا میکنه و میشه خانواده من، بعد میشه دیگه اون جمعیت دیگه که دیگه دور طرف آدم هست که میتونه از آدم تأثیر بگیره. این یه نکته بود. نکته دیگه که میخواستم بگم خدمتون بحث قانونی این قضیه که الان بحث حق طلاق یا حالا نمیدونم اون مهریه و چک و زندان چیزایی که شما فرمودین، شما از هر سایدی که به این قضیه نگاه کنید این طرف اون سایت که میرید محق میشه، یعنی همونجور که الان گفتن خانم شاهسوانی گفتن که خب اون میگه پشتوانه دختر من میشه، حالا با این که حالا نمیشه ولی خب واقعا وقتی شما فکر میکنه که توی جامعه یه دختر که ازدواج میکنه حالا توی سن 24-5 سالگی که نرمال هستش جدا بشه، به سختی شاید بتونه کار پیدا کنه، شاید نمیدونم هزار تا مشکل براش به وجود بیاد، اون بتونه یه پشتوانش. ساید پسر بخواید برید نگاه کنید میگید آره اگه بخواد زندگی کنه با یه دونه شاخ نبات هم زندگی میکنه، چرا این دختر مثلا مهریه زیاد میخواد؟ به خاطر همین هیچ وقت این قضیه سرانجامی نداره، چون هر سایدی که آدم نگاه میکنه یه منطقی داره برای خودش. بهترین راه و مطمئن ترین راه اونیه که خود آدم برسه به یه آگاهی که بدون از زندگی چی میخواد، همون صحبت اولی کردم، و بعدش انتخاب کنه که با کی میخواد باشه. بعد از اینکه رسید به اون آگاهی که بله اون طرف هم همونی هستش که باید باشه، اون موقع اوکی میتونن با هم دیگه باشن. خیلی ساده تر این بود دیگه. حالا ممنون بابت وقتی در اختیارم گذاشتید. ممنون از شما جناب پوربند عزیز. جناب احمد خواب بفرمایید، خواهش میکنم. وقتتون بخیر مجددا. ببین دو تا مبحث، یکی که شما گفتیم برای اینکه خب آیا آقا خود در نظر بگی که من باید بیرون کار کنم به داخل و نه ارتباطی نره، یا برعکسش خانم ها. به نظرم خب زندگی مشترک مهم نیست کی کدوم قسمتشون میگیره و این مرزبندی هم به نظر من نداره، صرفا من میگم من فقط بیرون، اون داخل، یا اون میگه من داخلم تو بیرون، هر کی هر کاری دستش برمیاد به انجام بده، حالا مهم نیست مقدارش، مهم اینه که آدم یه کم و کسر نذاره. اگه من 5 تا توان دارم، من 5 تا توانمو بزنم. حالا 5 تا توان من خروجیش مثلا اگه مادی در نظر بگیم 10 یوروه، 10 یورو رو بعد بذارم. اگه زمانی در نظر بگیریم، من میتونم 5 ساعت وقت بذارم، واقعا من 5 ساعت وقت بذارم. این از این قسمتش. از اون قسمتش بازه مهریه و اینا میگیم، به نظر من خب گفتم خدمت شما باید کار کنیم که بگیم مثلا مهریه وجود نداره، چون ما نمیتونیم بیایم بگیم برابری، ولی یه حق اضافه برای کسی در داره که عوارض بدی هم داره. خب یه سری جسارت نشه به خانم ها،
یه سری شده بیزینسشون، ازدواج میکنن، شد شد نشد یه مهریه میگیم، خیلی الان یه بابی شده، خیلی مادی شده جامعه، اونم خب سرمشش فقر و مشکلات مادی تو جامعه. از این هم که مثلا یکی گروگان بگیری یکی و با این قوانین گروگان گرفتن دیگه، من میگم یه فردی و حالا یه زنی و که اومده توی زندگی به خاطر قوانینی که هست، یا میگم آقا تو باید با من زندگی کنه، با چه معنی داره؟ من یا یک فرد دوست دارم یا ازش معمولیه دیگه، اصلا احساس خاصی ندارم. اگه دوست دارم چجوری میتونم یه نفر رو حالت گروگانگیری هر روز مجبور کنم با من زندگی کنه؟ یا برعکس یه آدمی که خب یه آدم طبیعتا احساس خاصی بهش ندارم، مثلا چرا باید تو زندگی من بمونه؟ این همه این به نظر من قوانین باید تغییر کنه، چون دلیلی نداره که یک فردی که با من شروع کرده با دلیل یا بی دلیل دیگه نخواد با من ادامه بده. مثل تجارته، مثل دوستیه، مثل یه سلام علیک عادیه. طرف اگه تصمیم گرفته با تو نباشه دیگه لذتی توش نیست، یه صمیمیتی توش نیست. یا اینکه من چجوری میشه که یک نفر بتونم بهش اطمینان کنم زندگی مشترک داشته باشه ولی نتونم بهش اطمینان کنم بره مسابقات خارج، بتونم با یک نفر بچه مشترک داشته باشم، حالا صلاح بچه با مادرش باشه یا با هم باشه، اونو دادگاه راحت میتونه مشخص کنه. چرا باید اولویت با پدر باشه یا مادر باشه؟ به نظرم وقتی آدم یه محصول مشترک فردانی وقتی داره دیگه منمش بعد گذاشته کنار، منیتش رو بذاره کنار، حالا یک فردی، یک روانشناسی، متخصص کودکی، متخصص خانواده اون تصمیم میگیره که کی صلاح داره اصل تربیت اون فرد رو بر عهده بگیره. قاعدتا نمیشه گفت خب چون مادر اگه حضانت بچه رو گرفت یا پدر، چه تو قوانین ایران چه اینجا دیگه مادر پدر هم میتونن هم دوز بچه رو ببینن، اون فردی که حضانت داره طرف روبروش هم حالا یه روز دو روز در هفته میتونه ببینه. خلاصه به نظر من بیشتر به خیلی رو آگاهی کار شه، مردم به جای برسن که بفهمن طرف اگر گیره گروگانت نیست، یه روزی با هم شروع کرد، طرف اگه تو رو دوست داشته برای رسیدن به تو یه مهری گذاشته، حالا نیارم من اینو بعد بخونم بندازم زندان، چه دلیلی داره؟ چون که یه نفر با من اومده مثلا 5 سال زندگی کرده، من بفرستمش زندان و میدونم آگاهم از همه چیزی، زندگیش آگاهم که نمیتونه دیگه پول من بده و بره مثلا 20 سال 10 سال تا مادام العمر تو زندان باشه. یا برعکسش یه خانومی که یه روزی با هم خوش بودیم ازدواج کردیم، چه دلیلی داره؟ چون که الان دستش به جای بر نیست، قوانین پشتش نیست، یا اینکه توان مالی یا توان جسمی نداره، حالا شده چه میدونم خانواده قوی نداره، جامعه حمایت های لازم نمی کنه، جامعه دیده منفی متاسفانه داره، حالا بخواد بسیز و بسوز و با من زندگی کنه چه لذتی داره؟ نظرم این آگاهی خیلی مهمه. و اینی که گفتم سری اول که صحبت کردم، این خانوما وظیفهشون تو برابره، بعد به بچه هاشون مخصوصا به پسرشون آگاه کنن که آقا این درست نیست، همه با هم برابر، این چیزی که بعد تو ذهن بچه از بچگی ریشه بدوره، وقتی بزرگ شد در موقع عمل هم انسانی برخورد. متشکرم. سپاس از شما جناب احمدی خان. خانم مقبولی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ببینید، من یکی از دوستانمون گفتن که این مسئله که ما داریم بیشتر عرف و سنت هستش تا قانون باشه. من میگم که آره عرف و سنت هم هست، ولی باز هم من تاکید خودم رو میبرم به سمت این قوانین ضد زن که توی جامعه ایران وجود داره. ببینید، طبق تحولات اجتماعی که انجام شده، این حقیقته، جامعه ما و مردم ما نسبت به قانونمون جلوتر هستن. اینو هممون فکر کنم قبول داریم. یعنی یه جوری توی صحبت هامون هم گفتیم که این هستش. دوستمون میگه که ما نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم، و خب وقتی نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم بیایم روی عرف کار کنیم. من میگم که آره موافقم با شما، ما نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم، ولی ما تو همین چارچوب جمهوری اسلامی
میتونیم آگاه باشیم و مطالبه گری کنیم. چطور میتونیم آگاه باشیم؟ ما وقتی ما باید این قوانین اسلامی رو بدونیم، ما باید این موارد رو ریز به ریز در بیاریم تا بتونیم در مقابل این قوانین یه راهکاری پیدا کنیم برای که از خودمون دفاع کنیم. وقتی که ما میتونیم شروط ضمن عقد رو بذاریم و بیایم زنهامون مردهامون رو آگاه کنیم نسبت به این که میشود یک شرایط ضمن عقدی گذاشت، برای مثال زن حق تحصیل داشته باشه، حق مسکن داشته باشه، حق خروج از کشور داشته باشه. ببینید ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که فردی که ورزشکار ماست، یعنی دیگه از قسمت الیت جامعه است و میخواد خارج بشه از کشور، همسرش اجازه نمیده میمونه توی کشورمون. یعنی واقعا این رو دیگه چه چیزی میتونیم بگیم جز این که این خانم اصلا آگاه نبوده پای چه چیزی رو امضا کرده، این قرار داده قرار بوده چه حقی رو از اون بگیره که اگر میدونست مطمئنن میگفت این حق رو باید قبل از ازدواج به من بدین که بعد با این چالش ها مواجه نشه. من اینو برمیگردونم نسبت به این که ما آگاهی نداریم و ما باید اولا خودمون این موارد رو بشناسیم و بعد سعی کنیم که اون رو به زنها و مردها و بچه هامون این رو آموزش بدیم که اگر قرار ازدواج کنن، به قول شما حالا مهریه هم، حتی خود مهریه، طلاق رو، حالا میگید که اصلا توی شرط ضمن عقد خیلی ها میان میگم خب مثلا من که اصلا خارج از کشور نمیرم، این نمیرم، اون نمیرم، زنها میتونن یک کاری بکنن، میتونه حق طلاق رو به صورت کامل بگیری، یعنی به صورت غیابی، همون قدرتی که مرد داره زن هم داشته باشه. ببینید تو جامعه اسلامی و توی قوانین جمهوری اسلامی این رو به من زن ندادن، این مال مرده، ولی میتونه وکالت بده به همسرش در زمان عقد. و ما میتونیم زنهامون رو آگاه کنیم و حتی آقایون رو آگاه کنیم که شما میتونی این حق رو به خانوم بدی و اینجاست که از لحاظ قانونی برابر میشه. یعنی خانوم دیگه بدون این که بخواد بره دادگاه، بدون این که بخواد اون 12 تا اصل رو ثابت کنه و خیلی موارد دیگه، میتونه به راحتی طلاق خودش رو بگیره. پس اینجا این بحث پیش میاد که ما اگه قوانین رو بدونیم، آگاه باشیم نسبت به قوانین، میتونیم کمتر آسیب ببینیم و میتونیم یه سری کارهای به این شکلی رو هم انجام بدیم. همین فعلا من نظرم تا این. ممنونم خانم محمودی عزیز، درست اشاره کردین و هم خواستم به این مسئله اشاره کنم که واقعا فکر میکنیم چند درصد از خانمایی که در واقع پای صفحه عقد نشستن اون شروط ضمن عقدشون رو مطالعه کردن، اصلا خوندن یا میدونن درش چی نوشته شده یا چه چیزی رو دارن میپذیرن. این خب من فکر میکنم یکی از مسائلی که باید بهش واقعا اهمیت داده بشه همینه که بانوان بدونن که چی رو دارن امضا میکنن، چه حق و حقوقی دارن. خانم شاهسوار شما رو بشنویم بعد من ادامه میدم. من یه نکته در ادامه صحبت شما بگم. ببینید خانم ها این رو نمیدونن و طبق تحقیقاتی که کردن و مطالعاتی که کردن، خیلی وقتها افرادی که تو این دفتر خونه هم هستن و میاد اون عقد رو میخواد جاری کنه این رو نمیگه، یا خیلی وقتها دفتر خونه هایی که توی ایران هستن بابت اینها یه پول اضافه ای میگیرن یا اصلا انجام نمیدن. یعنی میخوام بگم با وجود این که این به شکل قانون هم هست، ولیکن اون افرادی که این مسئولیت ها رو دارن سر باز میزنن و دامن میزنن به این مسائل که در نهایت اون خانواده ها هستن که آسیب میگیرن. درست، ممنونم. بفرمایید خانم شاهسوار. من میخواستم اشاره کنم دقیقا آگاهی خیلی خوبه و رکن اساسی رو داره، ولی هیچ وقت جای قانون رو نمیگیره. توی حالا ازدواج شما فکر میکنید چند درصد از مردا، اگر حتی زنا هم مطالبه یه همچین حقوقی رو بکنن، قبول میکنن؟ تعدادشون زیادی نیست. هیچ وقت درست زنو باید اطلاعاتشون کافی باشه، مطالبه‌گر باشن، ولی میخواستم به این نقطه اشاره کنم که هیچ وقت جای قانون رو نمیگیره. وقتی قانون ما قانون خوب و برابری باشه، حقوق زن و مرد و یکسان یعنی ارزش به زن بده، واقعا این تحقیر زنه. وقتی که یک خانومی که تحصیل کرده سنش بالاست
بگن تو حق نداری ازدواج کنی مگر اینکه حالا پدرت اجازه بده. این واقعا قانونیه که زن رو تحقیر میکنه. ولی خب آموزش خوبه، اینکه ما مطالبه گر باشیم، حق خودمون رو بخوایم، ولی خب از اون طرف هم فکر نمی کنم حالا همه مردان قبول کنن یه همچین شرایط ضمن عقدی رو. ممنون. سپاس بانو شاهسوارنی. خانم غزل باش بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. من خیلی کوتاه بگم، من خودم در واقع حق طلاق رو درخواست کردم و گفتم که من باید حق طلاق داشته باشم، ولی خب با مهریه خیلی پایین. برای من اولویت این بودش که در واقع خیلی حق طلاق واسه من خیلی مهمتر از بخش مالی بودش. بعد اینکه اگه قرار باشه که حالا آدم آسیب روحی روانی بیشتری بخواد ببینه، این ضربه و صدمش بیشتره. ولی چیزی که هست اینه که متاسفانه من یادم توی ایران موقعی که قرار بودش که این وکالت رو بدن به من برای در واقع وکالت حق طلاق رو همسر من به من بده، هیچ دفترخونه قبول نمی کرد. یعنی یک چیز قانونی بودش که درخواست خود این آقا بود که این وکالت رو کاملا مستقیم به همسرش بده و یه امضا بود و یه اثر انگشت در واقع چیزی داشت و هیچ چیزی نداشت که مثلا اون دفترخونه بابتش بخواد بعدن جوابگوی دادگاهی حتی باشه، بعدن بخواد مثلا بگه که مثلا اصلا هیچی. فقط ما هر جایی که میرفتیم میگفتن که نه ما اصلا امکان نداره که شما همچین کار اینجا بکنید. تا آخر ما یه جایی رو پیدا کردیم از دوستانمون، تا تازه این آقا از آشنایان بودن و مثلا خیلی حالا به ما لطف داشتن که گفتن اشکال نداره این کار رو میتونین انجام بدی، بازم برگشتن به همسر من گفتن که شما چجوری میخوای که زندگی مثل یه تفنگ میمونه که توش داری گله میذاری، تو چطوری میخوای تفنگ پرگلوله رو بدی دست خانومت که این هر زمان خواست شلیک کنه و تمام. دقیقا این جمله یادمه که با این حال گفتش که نه من این کارو میکنم، من حق طلاق رو چون که ما از قبل صحبت کرده بودیم من اینو میدم. یعنی میگم که حتی اگر مردی هم حاضر بشه که این کارو بکنه منصرفش میکنه، اصلا اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته که خانومی بخواد که آخه من اصلا نمیفهم این خانومی بخواد حق از روی حق خودش یه چیزی رو داشته باشه و بعد ارگانای دیگه این اجازه رو ندن این مخالفت رو بخوام بکنن. همین من خواستم این تجربه که داشتم رو بگم. مایک رو رها میکنم. ممنونم خانم غزل باش، مرسی که تجربتون با ما به اشتراک گذاشتیم. خانم محمودی دست شما بالا هستش یا از قبل؟ از قبل بوده بکنم. آه اوکی. خب الان صحبت میخواییم بکنی؟ خب اوکی متوجه شدم. دوستان به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. حالا من در واقع میخوام به این بخش برسم که البته یکم جلسه‌مون هم طولانی شد، میدونم عزیزان همه خسته شدن. موضوع اصلی این بود که در واقع قضیه مهریه یه چیز در واقع غلطه کلا تو جامعه ما، حتی اگه به عنوان پشتوانه بخوایم بهش نگاه کنیم. ببینید تو کشورهای غربی ما چیزی به اسم مهریه نداریم، هرچه که زن و مرد بعد از ازدواج با هم به دست میارن به صورت مساوی بینشون تقسیم میشه. خب این میشه اون برابری در واقع. اما تو ایران اگه ما یه همچین کاری رو انجام بدیم، ببینید اگر یک خانومی مثلا با یه آقای چندین سال ازدواج کرده، 20 سال 25 سال مثلا ازدواج کرده، نه اجازه داشته کار کنه، نه اجازه تحصیل داشته، نه هیچ رشدی کرده توی زندگیش، بعد از 25 سال مثلا این آقا با چند تا بچه و اینا نمیخواد با این خانم ازدواج کنه، خب این حقو داره که طلاقش بده. چطوری؟ مهریه خانم رو پرداخت میکنه. کسی که مثلا 20 سال 25 سال پیش ازدواج کرده مهریهش مشخصی که چقدره نسبت به حالا
مهریه الان، حالا مثلا به طور مثال میگیم مثلا میشه 40 میلیون تومان. خب فکر میکنیم بعد از 25 سال این پولو به اون زن بدن و طلاقش بدن برن، خب اون خانم واقعا چه زندگی میخواد داشته باشه بعد از این همه سال و اون حقی که ازش گرفته شده و اون رشد نکرده توی زندگیش و به اون جایی که باید میرسیده نرسیده. پس در نتیجه اگر این قانون مهریه اصلا چه عرفی چه سنت چه قانون هرچی که فقط هم این تو جمهوری اسلامی هست این تعداد مهریه و این مبلغ، چون توی کشورهای دیگه اگر مثلا حالا مسلمانان مهریه همون لحظه در موقع عقد دارن، مثلا که حالا یه سکه دو سکه نمیدونم، در هر صورت به یه اندازه هست که اون مرد وقتی بهش مبلغ رو میگن توانایی پرداخت اونو در لحظه عقد داره، در غیر این صورت قبول نمی کنن. اما مردای ما هم از اون طرف میان و این مبالغی که گفته میشه یه چیزایی اصلا فضایی، هزار رو نمیدونم 1400 تا الان دید، من فکرم 1401 هم شده باشه به اینجا رسته باشه، حالا چه چیزایی رو میذارن. خب اون مرد هم باید نگاه کنه به اینکه آیا توان پرداخت اون رو داره که داره میپذیره، اگر نمیتونه اون ازدواج رو هم قبول نکنه. پس نکته اینجا هم خود مهریه غلطه و هم این که اون شخصی که تواناییش رو نداره و میپذیره هم کار غلطی داره انجام میده. و نکته دیگه سر قضیه حق وکالت دادن به خانوما برای طلاق، که حالا اسم میگن حق طلاق که در واقع چیزی نداره، همون وکالته، شاید بهتر باشه که خانومای ما به جایی که بعد از ازدواج بیان وکیل بگیرن که بخوان مثلا حالا طلاق بگیرن، اون حق بهشون داده بشه که بتونن جداشن از یه زندگی که نمیتونن ادامه بدن، میتونن قبل از ازدواج وکیل داشته باشن، میتونن اون موقع با وکیل مشورت کنن، نذارن یعنی یه اتفاقای بعد از ازدواج بیفته که شاید خیلی از خانوما توی مراحل دادگاه رفتن و نرسیدن شکایتشون به جای پشیمون شدن و دوباره برگشتن به اون زندگی و اون سختی رو دارن و اون مشقت رو دارن تحمل میکنن و دارن ادامه میدن چون حرفشون به جایی نمیرسه. خانم محمودی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ببینید در مورد حالا مهریه که داریم صحبت میکنیم، الان که قوانینش رو تغییر دادن، مالیات براش گذاشتن، دوباره در خصوص اینکه چطور پرداخت بکنه یه سری مواردی رو اومدن گذاشتن. من اینجا با شما موافقم. ببینید حق اشتغال رو به زنها ندادن، یعنی ما الان اگه بخوایم طبق آمار بررسی کنیم میبینیم جز کشورهایی هستیم که از لحاظ آموزشی خیلی خیلی زنهامون آمار بالایی دارن توی آموزش، ولی از اون بر توی بحث کار کردن به خاطر فیلترهایی که وجود داشته زنهای شاغل خیلی کمی داریم، که حالا اگر زنهایی هم شاغل هستن اون بحث حقوق و بحث خشونت اقتصادی و اینها رو ما دوباره توی گام بعدی برای زنهامون داریم. حالا این مهریه‌ای هم که میذارن، یعنی اگر بخوایم مثل کشورهای دیگه بخوایم این بگیم یک قرارداد سالم هست و دو نفر زندگیشو با هم دیگه شروع میکنن و بعد قرار باشه تقسیم اموال انجام بدن، ما الان توی ایران میبینیم که اصلا مشخص نیست اموال مرد، یعنی خیلی وقتها قبل از این که بخواد طلاق بگیره یک سال دو سال قبلش شروع میکنه به زدن خونه و خونش به نام برادرش. زیاد دیدیم، یعنی همه ماها از این تجربه ها داریم و میخوام بهتون بگم متاسفانه راه در رو خیلی زیاد گذاشته شده برای آقایون و من خیلی دلم میخواد. یکی از اتفاقا سایت ها بود آمار تعداد آقایونی که توی برای مهری الان توی زندانن، گفته بود انقدر هم زیاد نیست که انقدر توی بوق و کرنا کردن، که ما باز هم برمیگردیم به این قضیه که طبق قانون اساسی خودتون که مرد ریاست خانواده رو بهش دادین، حق اشتغال رو به خانم‌ها ندادین و و و و و حالا اومدید یک مهریه گذاشتید که تازه اون هم خیلی وقتا قسطی میکنن، ماهی یه سکه میدن و الان مثلا این بحث رو رسانه‌ای کردن که ما قربانیان مهریه هستیم، که من میگم چه در بین جماعت زنان چه در بین جماعت مردان همیشه افرادی هستن که از این قوانین سوء استفاده میکنن، ولی ما زنهای خیلی زیادی رو میبینیم که توی این بحث ازدواج و بحث این قوانینی که برای حمایت خانواده بوده و درست نیست آسیب میبینن، یعنی زنها و کودکان زیادی، چون که
آسیب میبینن. ما توی بحث حضانت داریم، اصلا شما دارید میگید اینو اصلا فراموش کردید. شما فکر کن حق حضانت با پدر هست بعد از سن 7 سالگی، و چه بسا که اگر بره دادگاه ثابت کنه با پدر پدر هست، یعنی با خود مادر نیست. شما با همچین قوانین ضد انسانی رو داریم و اینها باید تماما درست بشه، ولی ما هر روز داریم میبینیم فقط تیز در مورد مهریه است. چرا هیچ کسی نمیاد در مورد اینها صحبت کنه؟ و ما باید صدای خودمون باشیم و این قوانین رو دائما فریاد بزنیم و بگیم اینها مواردی هست که باید دونه دونش درست بشه و این قوانین باید تغییر بکنه تا ما بتونیم. نمیتونیم بیایم بگیم همه این قوانین باشه مهریه هم نگیر، اصلا همچین چیزی امکان نداره. من به شخصه کاملا مخالفم با مهریه، ولی با خودم دارم میگم برای اون زن چی میمونه. یعنی ما مقایسه نکنیم اونها رو با خودمون که از لحاظ اجتماعی اومدیم شاغل هستیم، تحصیل کرده هستیم. شما زنان مثلا طبقات دیگر رو در نظر بگیریم. شما بحث کشاورزی رو توی ایران بیاین در نظر بگیریم، اصلا کشاورزی داره با بیشتر زنان ما هستن که این بحث کشاورزی دارن پیش میبرن، ولی طبق تحقیقاتی که انجام دادن فقط 1% زمینهای ما به نام زنان ما هست. شما بیاید برید حقوق قانون ارث رو بررسی کنید، اگر همسری زمین داشته باشه و فوت بکنه از زمین کشاورزیش ارث به زن نمیرسه. یعنی هر چقدر که ما بریم، ما باید شبانه روز فقط این قانون‌های اسلامی رو اتفاقا هی مطالعه کنیم ببینیم چقدر ضد زن میتونه باشه و اینها چقدر حساب شده عمل کردن. چرا یک زن نمیتونه وارث زمین کشاورزی باشه؟ یعنی میان به پولش رو بهت میدن، اجازه نمیدم که اون همسر از اون زمین کشاورزی سهم ببره. و الان شما ببینید ما همینجور خودمون هم اومدیم و حواسمون پرت شده روی این مبحث مهریه، و من فکر میکنم اینا خیلی مسائل اساسی که هر کدوم شما میتونیم توی یه جلسه در موردش بحث کنیم، میتونیم صحبت کنیم، میتونیم بنویسیم، میتونیم حرف بزنیم و آگاه کنیم زن. ما خیلی خودمون که الان توی من خودم که توی مبحث زنان کار میکنم خیلی وقتا چشم به این همین قانون زمین کشاورزی که به زنان ارث نمیرسه اصلا به تازگی دیده بودم، گفتم اصلا مگه میشه، مگه داریم؟ یعنی خیلی این موارد زیاد هست و من باز هم فکر میکنم گام اول آگاهی و مطالعه است. آگاه بشیم خودمون، بقیه رو آگاه کنیم، و در گام دوم مطالبه گری، باید مطالبه گری کنیم و تلاش کنیم برای تغییر این قوانین. ممنون خانم محمودی عزیز. البته خواستم اینو فقط خدمتتون عرض کنم که فراموش نشده، ولی خب چون بحث خیلی گسترده است اگه بخوایم همه رو توی جلسه نمیشه، و این جلسه رو ما اختصاص دادیم به قضیه حالا ازدواج و طلاق و مواردی که درش هست. خانم قزلباش عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی. خانم بیژندی، در رابطه با اون موضوعی که شما گفتی، خیلی خوبه که در واقع زن‌ها این بخش رو میدونن که حق طلاق رو اگر که بخوان روش اقدامی بکنن خیلی بهتر از بخش مهریه هستش. خواستم بگم که درسته که در واقع یک هم کارو ساده تر میکنه حق طلاق، یعنی وکالتی که در واقع مرد میده، ولی این دلیل بر این نیستش که زن هر جایی از زندگی کم و برد نتونست یا به هر دلیلی طلاق خواست بتونه اقدام به طلاق بکنه. یعنی فقط درخواستیه که اون بتونه به دادگاه بده، دادگاه از طریق وکیلش دادگاه بررسی بکنه و آیا شدن یا نشدن اون موضوع رو بسنجه، و باز هم مرده که باید در واقع این انقدر هماهنگ باشه، یعنی انقدر شرایط واسش جوری باشه که بپذیره، بتونه بیاد. یعنی اگه مرد بگه من نمیام دادگاه، اون درخواست اصلا کاملا منتفی میشه، یا اگر که دادگاه بررسی کنه ببینه که درخواست زن جوری نیستش که اصلا طلاق انجام بشه، اصلا رسیدگی نمی کنه به اون پرونده. یعنی حتما باید درخواست خیلی محکم باشه، حالا مثلا مرد اعتیاد داشته باشه یا اصلا مفقود الاثر شده باشه یا هرچی، و در درجه دومی که مرد هم باید هماهنگی بکنه و در دادگاه حاضر بشه. یعنی اگر که مرد حاضر نشه، درخواست زن اصلا به هیچ دلیلی رد میشه. ممنون که من در اختیار من گذاشتید.
ممنون از شما. البته من خودم در واقع معتقدم بر این که اخلاق خیلی برخال در زندگی جدا از حق و حقوق، اخلاق هم خیلی موثر. این صحبتی که شما فرمودین برمیگرده به اون که واقعا یک زن یا یک مرد در زندگی علاقه به زندگی داشته باشه یا بخواد سوء استفاده کنه، فرقی نمیکنه. هم مردها میتونن از اون حق و حقوقی که الان هست سوء استفاده کنن، هم خانوم ها. ولی در واقع وقتی به یک نقطه ای چه زن چه مرد میرسه و با هم تفاهم ندارن، این قانون اینجا ایراد داره که وقتی تفاهم ندارن اجازه بدن جداشن. چرا باید دنبال هزاران دلیل و مدرک و این چیزا بگردن و در آخر هم حالا کارشون به اون جایی که میخواد نرسه؟ این خیلی مسئله مهمه. خانم شاه‌سوانی عزیز بشنویم شما رو. من فقط میخواستم اشاره کنم در خصوص حق اشتغال. توی ایران حق اشتغال ما داریم برای زنان، فقط مگر شغلایی که منافی حالا حرمت خانواده یا عزت خانواده باشه. ولی از نظر حق اشتغال برای زنان ما مشکلی نداریم مظافر، برای که خب حقوق زنان تو اکثر اوقات کمتر است حقوق مردان هست، کار برابر انجام میدن با حقوق کمتر. و میتونم اشاره کنم حالا به کاری که توی خونه انجام میدن بی جیره و مواجب همیشه بوده، یعنی کل زندگی رو با مشارکت مرد میسازن و بار سنگین حالا یه زندگی رو به دوش میکشن، ولی در انتها به قول شما خانم بیرجندی اگر بخواد طلاق باشه هیچی از اون زندگی نصیبشون نمیشه. ممنون، مایکو رها میکنم. سپاس بارم شاه‌سوانی عزیز. در این مورد هم حق با شماست، درست میفرمایید حق اشتغال. اما اگر مردی باز هم بخواد مدعی بشه که با اشتغال همسرش قانون خانواده مثلا آشفته میشه، به هم ریخته میشه، یا حالا دلایلی بیاره برای محکمه که قاضی هم بپذیره، باز همون حق را از اون خانوم میگیرم. خب دوستان عزیز، اگر که باز هم تمایل دارین به این که در این بحث مشارکت داشته باشین، برای خانم مهبدی عزیز بفرمایید. من دیگه این نکته پایانی میگم، ببینید دیگه بحث اون تموم باشه. دوستشم به این نکته هم اشاره کنم که توی قانون حمایت از خانواده قبل از انقلاب وقتی که تصویب میکنن برای ازدواج دوم یک سری قوانین گذاشته بودن، برای اینکه همون موقع هم چون علما و روحانیون خیلی به شدت موضع داشتن، نمیتونستن این قوانین رو شاید مثلا خیلی تندروی کنن زنها، قانون به این شکل بوده که حق ازدواج ندارن ازدواج دوم مگر اینکه زن اول اجازه بده و یه سری موارد خاصی داشته، و اگر این ازدواج دوم انجام می شده اینها جالب این بوده که ضمانت اجرایی داشته، یعنی هم مرد به 6 ماه زندان تا 1 سال زندان می رفته، هم زن دوم و هم عاقد. و برای من خیلی جالب بود وقتی که می خوندم که اون عاقد هم به زندان می رفته، ولی اگر مصالحه می کردن با هم دیگه اون زن و شوهر آزاد می شدن، ولی عاقد آزاد نمی شد، چون که اون یک کار خلاف قانونی انجام داده بود که بعد از این که انقلاب میشه شورای نگهبان کاملا میاد و این قانون رو از بین میبره. و خیلی مثلا قوانین دیگه‌ای که ما داشتیم که تلاش کرده بودن، ازدواج به سن 18 سالگی رسیده بود و با انقلاب شورای نگهبان اون رو به سن 9 سالگی رسوند که بعد با تلاش به سن 13 سالگی و حالا بعد 15 سالگی رسیده. میخوام بگم که اگه بخوایم این تاریخ جنبش زنان رو در نظر بگیریم، تلاش کردم به یک جای خوبی رسیدم، ولی بعد از انقلاب ما یک سقوط رو داشتیم و خب همچنان داریم تلاش میکنیم که اون حقوقی که داریم بهش برسیم. و همین دیگه، ممنونم از این که من شنیدم. ممنون خانم مهبدی عزیز. من تشکر میکنم از تمام عزیزانی که در جلسه حضور داشتن، در بحث مشارکت کردن، از سخنرانانم و خسته نباشید میگم خدمتون.
یک بار دیگه از عزیزانی که تو این جلسه همکاری داشتن و زحمت کشیدن. منشی جلسه خانم سپیده عشقی هستند و ضبط صدا و تدوین آقای سعید پورمن و سرپا خانم شرار محبودی. ادمین های عزیز آقای سعید پورمن و خانم شهلا شاهسبنی گرامی بودن. دوستان من در ساعت 22:04 دقیقه 25 ژوئن 2022 ختم جلسه رو اعلام می‌کنم و برای تمام شما عزیزان آرزوی موفقیت و